با درود خدمت همه همکاران عزیزم و افرادی که از طریق لایو دارن ما رو میبینن، امروز شنبه در تاریخ 29 اکتبر 2022 ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی، ما در کانون دفاع از حقوق بشر و کمیته زنان جلسه ماهانه رو داریم برگزار میکنیم. افرادی که در این جلسه با ما همکاری میکنن و قراره در خدمتشون باشیم رو من در ابتدا اسامیشون رو و عناوین سخنرانیشون رو میگم و باز میریم مورد به مورد مباحث رو با هم جلو میبریم. سخنرانان ما مهنوش ایمانی چگینی که قرار هست گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در مهرماه 1401 رو بگن، خانم کوثر ولیزاده بررسی کنوانسیون حقوق سیاسی زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فریده فرائی سقط جنین در ایران، زهرا هاشمی یزدی حجاب اجباری و نقض حقوق زنان، آیلار اسماعیلی زن و عدالت اجتماعی. و در این جلسه همکاران ما در فضاهای دیگه مسئول جلسه من شرار محمودی، منشی جلسه خانم سپیده عشقی، ضبط صدا و تدوین سعید پورمند و لیلا رمضان، ادمین ها فرشیده پور آذران و کوثر ولیزاده هستند. من مجدد عرض سلام دارم خدمت همکاران عزیزم، عرض تسلیت دارم به خاطر فجایع و اتفاقاتی که این روزها ما شاهدش هستیم و مطمئنا هممون تحت تاثیر بودیم و حالا یک چشممون به ایران، یک چشممون به فعالیت‌هایی که این روزها می‌کنیم. و ما در ابتدای جلسه میریم به سراغ خانم مهنوش ایمانی چگینی عزیز که در خصوص موارد نقض حقوق زنان در مهر ماه 1401 بگه که من فکر میکنم این گزارش بسیار شنیدنی هستش و ممنون میشم اگر مایک رو برای ایشون آزاد کنید تا بشنویمشون. با عرض سلام خدمت تمام دوستانی که در این برنامه شرکت دارن و بیننده هستن. ببخشید من وسط حرفتون میام. بفرمایید. من دستمو بلند کرده بودم، بچه‌ها فکر کنم مایکو باز کردن، لطف کردن. ببخشید صدای شما نیست. الان من متوجه نشدم که دوستان کسی سوالی داره، موردی پیش اومده؟ الان باز کردن مجدد. میگم خانم معبودی اسم من رو اشتباه گفتن، من یزدی هاشمی هستم نه هاشمی یزدی. ممنون. خب ما میشنویم شما. بله، دوباره سلام مجدد خدمت تمامی دوستانی که در این لایو هستن و صدای ما و تصویر ما رو دارن. در خدمتتون هستم. ابتدا تسلیت عرض میکنم خدمت تمام ایرانی ها، تمام پدر و مادرهایی که فرزندانشون رو از دست دادن، که هرچند اونا مثل فرزندان ما هستن، برای ما فرقی نداره. واقعا جوانای ما متاسفانه از بین رفتن برای آزادی سرزمین با امید پیروزی. این گزارشی که در خدمتتون هستم یه گزارش به هر حال خیلی خلاصه هست. دوستانی که در پایان گزارش تمایل داشتن کامل ترش رو ببینن میتونن به سایت کمیته زنان مراجعه کنن و کامل ترش رو ببینن. خب در ابتدای مقدمه دارم، بعد در مورد بازداشت ها و همچنین کشته شدگان، اعتراض ها و قتل و قتل های ناموسی، و در پایان هم در مورد خانم فاطمه متحمداریا و همچنین الناس رکابی صحبت میکنم. خب فروپاشی روانی، تپش قلب، تنگی نفس دائمی و اختلال حواس پرتی تنها بخشی از آسیب‌های روحی وارد شده به زنان و دخترانی است که سر و کارشان به گشت ارشاد افتاده است. در روزهای اخیر خبر بازداشت و کشتن صدها نفر فعالان مدنی
روزنامه نگاران، دانشجویان و جوانان معترضان از شهرهای مختلف ایران منتشر شده و حکومت سعی داره با سرکوب شدید و بازداشت و کشتن گسترده اعتراضات رو خاموش کنه. اعتراضات سراسری مردم ایران با وجود سرکوب خونین نیروهای امنیتی و قطع اینترنت در حال گسترش به شهرهای مختلف هستش و معترضان در گروه‌های بزرگ خیابان‌های بسیاری از شهرها رو تحت کنترل خود درآوردن و با روسری سوزی و سر دادن شعار خواستار براندازی جمهوری اسلامی هستند. و اما بازداشت‌ها، روسری‌هایی که سوزانده شد، موهایی که بریده شد. روز جمعه 1 مهر خانیه دائمی، خواهر آتنا دائمی، به همراه همسرش حسین فاتحی در خانه خود توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و به مکان نامعلومی برده شدند. نرگس حسینی از دختران انقلاب در کاشان بازداشت شد. نگهداری نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار بازداشت شده در سلول انفرادی. مطهره گونه‌ای، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان نیز بازداشت شد. فرید نعمتی، فعال حقوق زنان، در سنندج توسط نیروهای امنیتی نیز بازداشت شد. از بازداشت گزارش هنگاوه از بازداشت دست کم 52 زن در اعتراضات اخیر کردستان خبر می‌ده. مریم کریم بیگی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. ندا ناجی، فعال کارگری، نیز بازداشت شد. تداوم بازداشت و بلاتکلیفی گلرخ ایرایی. صفیه قره‌باغی، فعال حقوق زنان، در زنجان بازداشت شد. 3 دانشجو به نام‌های فاطمه رشیدی و همچنین دانشجویانی که اهل مهاباد به نام‌های کوثر کوثرنیا و باوان لطفی، 2 دانشجو را به نام‌های الهه رمضانی و الهام رمضانی را نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. باران محمد نژاد 31 ساله و از فعالان مدنی شناخته شده و از اعضای انجمن فرهنگی اجتماعی نوشین. پردیس جاوید، دانشجوی زخمی، توسط نیروهای امنیتی در سنندج روبوده شد. گلاله وطن دوست، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان بازداشت شد. بازداشت 5 دختر دانش آموز بلوچ توسط نیروهای نظامی در چابهار. هویت این 5 دختر بلوچ: سین رئیسی، آ رئیسی، میم عمرزهی، اهل بخش کیشپور، شهرستان سرباز، فا بلوچ و این بلوچ، اهل آهوران، شهرستان نیکشهر، برای کمپین احراز شده است. بازداشت 6 معلم کرد در جریان اعتراضات اخیر شهرهای سرباباد، دهگلان و همچنین بوکان، اشنویه و سنندج رو داشتیم. گزارش هنگاوه طی روزهای دیگه دست کم 10 فعال زن به نامهای سهیلا متائی، سارینا حسینی، دلینا خانی، زهرا بابا محمدی و زیبا قلیچ خانی، ژیلا حجیری، سارا سماواتی و همچنین پریا عبادی، معصومه رشیدی، مهشید خانی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. در تهران زهرا زارع سراجی، فعال مدنی، توسط نیروهای امنیتی در ورامین بازداشت شد. پوران ناظمی، فعال حقوق بشر در ایران بازداشت شد. ماندانا صادقی و رضا محمدی رو داشتیم که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. طی روزهای گذشته 5 دانش آموز 17 ساله در شهرستان سرباباد به نامهای پروا حسینی، شنیا حسینی، اشکان ابراهیمی، آریا مرادی و مبین مرادی توسط نیروهای امنیتی روبوده شدند. ماموران امنیتی زنان بازداشت شده در جریان خیزش مردمی را به شکل‌های مختلف مورد آزارهای متفاوت قرار دادند و از جمله آنان را هنگام بازرسی در مقابل دوربین‌های مداربسته لخت کردند. با وجود انتشار ویدئوی تعرض علنی یک مامور پلیس به یک دختر معترض در خیابان، مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی هنوز به این ویدئو واکنشی متاسفانه نشون ندادند و سکوت کردند. در پی اعتراضات سراسری ضد حکومتی در ایران بعد از چندین هفته هنوز آمار دقیقی از سوی منابع رسمی و مقامات قوه قضاییه
در خصوص بازداشت شدگان این اعتراضات وجود ندارد. اما این اعتراضات، این بازداشت ها مغایر هست با قانون اساسی که خود جمهوری اسلامی در اون در واقع دخل و تصرف داره و به اون به قولی خودش نوشته و به اون اعتقاد داره. در واقع نقض همین قانون اساسی میگه اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، امنیت زندگی، اصل 24 حق آزادی قلم و بیان، اصل 27 حق آزادی تجمع و تظاهرات، اصل 32 عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی و اصل 30 ببخشید اصل 32 بود، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و اصل 38 منع شکنجه و همچنین نقض مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز هستش. نقض ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات و ماده 21 حق دموکراسی، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی می باشد. اما کشته شدگان، حدیث نجفی جوان 22 ساله به ضرب 6 گلوله کشته شد. سارینا اسماعیل‌زاده 16 ساله در جریان اعتراضات در شهر کرج در استان البرز در 1 مهر ماه 1401 پس از ضرب و شتم شدید توسط نیروهای امنیتی با باتون از جمله در ناحیه سر جان خودش را از دست داد. پیکر نیکا شاکرمی دختر معترض 17 ساله با گذشت بیش از 10 روز از مفقود شدن پیدا شد. اما نزنده، پیکر نیکا شاکرمی با سری متلاشی شده تحویل خانواده شد. روز 21 مهر ماه نیروهای لباس شخصی به دبیرستان شاهد اردبیل حمله می کنند. در این حمله تعدادی دانش آموز بازداشت و خبر مرگ یک دانش آموز به نام اسرا پناهی نیز منتشر می شد. خبرگزاری میزان، مرکز رسانه قوه قضاییه، در گزارشی مدعی شد نگین عبدالملکی دانشجوی دانشگاه صنعتی همدان بر اثر مصرف مشروبات الکلی جان خود را از دست داده و فوت کرده و فوت او ربطی به اختشاشات نداره. آرنیکا قائم مقامی 17 ساله 30 مهر 1401 بر اثر ضربات باتوم به پشت سر جان سپرده و به دروغ گفته شده از طبقه چهارم پرتاب شده است. مقامات امنیتی او را عمدن به بیمارستان ارتش بردن. قتل نگین عبدالملکی دانشجوی 21 ساله کرد بر اثر ضربات متعدد باتوم نیروهای امنیتی در همدان. شاید غم‌انگیزترین بخشی از این گزارش همین ها هستند که من وقتی که خودم میدونم تک تک شما هم با هر کدوم از مرگ این عزیزان گریه کردین و اشک ریختین. این خبر مغایرت داره با اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات و همچنین نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، امنیت زندگی، اصل 27 حق آزادی تجمع و تظاهرات و اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون می باشد. اما بخش اعتراضات، اصرار بر شیوهی منسوخ، تهدید و دستگیری هنرمندان و ورزشکاران برای جلوگیری از همبستگی با معترضان. اعتراضات در مدارس ایران گسترش پیدا کرده و ادامه تجمع‌های دانشجویی در شهرهای مختلف ایران رو به افزایش هستش. 12 زندان سیاسی زن اعلام کردند روز شنبه 11 مهر در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران در بند زنان زندان اوین تحصن می کنند. کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن انتقال دانش آموزان معترض به مراکز اصلاح و تربیت به وزیر آموزش و پرورش هشدار داد. در صورت ادامه این روند معلمان، خانواده ها و تشکل‌های صنفی وظیفه خود می دانند که از ساحت مقدس مدرسه به هر نحوی که شایسته می دانند دفاع کنند. پانتا واعظ نیا استاد دانشگاه الزهرا تهران به دلیل حمایت از دانشجویان این دانشگاه در جریان اعتراضات ایران اخراج شد.
تظاهرات اعتراضی با شعار مرگ بر خامنه ای در زاهدان دست کم 57 معترض بازداشت شدند. دانشجویان دختر و پسر دانشگاه گیلان تفکیک جنسیتی سلف غذاخوری را با حضور همزمان شکستند. اعتراضات دانشجویی همزمان با تداوم خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی ادامه داره و دانشجویان چندین دانشگاه در سراسر کشور از طریق تجمع، اعتصاب و تحصن و همچنین اقدام علیه تفکیک جنسیتی به ویژه در دوران. شما 4 دقیقه دیگه حالا اگر از صحبت هاتون میخواید انتخاب کنید، حالا مهمترین هاشو توی اون 4 دقیقه جمع بندی کنید و بگید. ممنون میشم ازتون. بله، قصف ناموسی مونده و پایان هستش. اگه شما حالا اوکی، نه مشکلی نیست، پس بفرمایید. گفتم شاید طولانی باشه، اینجا اونایی که براتون مهمتره رو تو این دقایق باقی مونده بگید. مرسی. خب خبری که خدمتتون اعلام کردم نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستش. اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، امنیت زندگی، اصل 24 حق آزادی قلم و بیان، اصل 27 حق آزادی تجمع و تظاهرات، اصل 32 عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی و همچنین نقض اعلامی جهانی حقوق بشر، ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات، ماده 21 حق دموکراسی و ماده 22 حق امنیت اجتماعی و فرهنگی ما باشد. و همچنین قسمت بعدی قتل‌ها و قتل ناموسی هستش که قتل زنی با شلیک گلوله در قلعه گنج جانشین فرمانده انتظامی شهرستان قلعه گنج از وقوع قتل یک خانم در یکی از محل‌های این شهر و دستگیری قاتل ساعتی پس از قتل در محدوده چاه دادخدا خبر داد. یک زن 27 ساله به همراه نوزاد 10 ماهه خود در حصارک کرج با انگیزه ناموسی در مقابل 2 فرزند دیگر خود توسط همسرش به قتل رسید. متهم به قتل همکنون در بازداشت به سر می‌برد. جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خیشاوند خود گفته می‌شود. این زنان به علت ننگین کردن شرافت خانواده خود مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شه، از جمله خودداری، ازدواج اجباری، آزماندن یک تجاوز جنسی بودن و همچنین طلاق گرفتن، حتی از یک شوهر ناشایست، رابطه با جنس مخالف یا رابطه خارج از ازدواج. برای اینکه فردی قربانی جنایت ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را برده کافی است. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب قتل‌های ناموسی می‌شوند را از مجازات سنگین معاف کنند. خبر فوق نقض مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی می‌باشد. و همچنین نقض خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 21 حقوق زنان، اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی و اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون. اما فاطمه معتمدآریا، بازیگر سرشناس سینما ایران، در ویدئویی با اعتراض به کشته شدن معترضان نوجوان و جوان در خیابان‌ها از اقدامات حکومت در مقابل با این معترضان به شدت انتقاد کرد. او گفت: من در سرزمینی که در میادینش بچه های جوان، دختران کوچک و جوانان آزادی خواه می کشند، زن به حساب نمی آیم. من مادر مهسا هستم، من مادر سارینا هستم، من مادر تمام بچه هایی هستم که در این سرزمین کشته شدند. من مادر همه سرزمین ایران هستم، نه زن در سرزمین قاتلان. و اما 24 مهر 1401، الناز رکابی، دختر صخره‌نورد و سنگ‌نورد ایرانی، با برداشتن روسری و حجاب اجباری در مسابقات سنگنوردی آسیا شرکت کرد. او در اقدامی نمادین در حالی که بسیاری از زنان و دختران در خیابان‌های ایران برای رسیدن به آزادی می‌جنگند، در فینال سنگنوردی آسیا در سئول حجاب از سر برداشت و به این ترتیب حمایت خود را از این مبارزات اعلام کرد. با تشکر از تمامی دوستان به این گزارش گوش دادم. سپاس خانم چگینی عزیز به خاطر
تنظیم وقتتون در وهله اول و نکات بسیار بسیار مهمی که بیان کردیم. دوستان اگر کامنتی دارید، مبحثی رو دوست دارید اضافه کنید و یا سوالی، میتونید خانم رضاوند اگر براشون مایک رو آزاد کنید ممنون میشم. درود و عرض ادب خدمت همکاران گرامی. خب این جنبش هست و کمیته هم کمیته زنان. خانم ایمانی خیلی خوب بود، ممنونم، به خصوص که مورد نقص را فرمودید، ولی ای کاش حالا چه توسط کمیته چه توسط شما یک آماری از کشته ها و بازداشت ها رو یک جا ارائه میدادید، بد نبود که تو این کمیته، حالا نه اینکه همه قطعا امروز، کلا اگر تو اخبارتون اعلام شد که چه بهتر، یعنی قطعا تو گزارش نقصتون در آوردی، ولی تو اخبارتون هم گفت خیلی بهتر بود، ولی ممنون میشم تو جلسات بعدیتون حتما این آمار رو ارائه بدید، یعنی یه کاری از این کمیته باشه بسیار عالی میشه، همطور که سایر فعالیتاتون هست این رو هم توی برنامهتون بگذارید که کلا دختران جوان خب زیر 18 سال به تبع کودک حساب میشن، ولی بالای 18 سال بها جوان هستن، زن هستن به عنوان یک خانم و هم بیشترشون هم سن سال خود شما ها هستن، این شجاعتشون رو تو آمار اینها رو هم ارائه میدادید خیلی عالی بود، ممنونم ازتون، مرسی. من مایک رو رها میکنم. سپاس از خانم رضاوند عزیز، حتما نظر شما رو اعمال خواهیم کرد حالا با دوستان و همکاران. اگر کسی کامنت یا موردی داره که دستش رو بلند کنه ما در خدمتش باشیم، اگر نه میریم سراغ سخنرانی بعد. خب من نمی بینم کسی دستش بلند باشه، پس میریم سراغ برنامه دوممون که خانم کوثر بریزاده، بررسی کنوانسیون حقوق سیاسی زنان و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو قرار برامون بگه. در خدمت شما هستیم خانم بریزاده عزیز. سلام خدمت همه دوستان و عزیزان، خیلی ممنون که مایک رو در اختیار من قرار دادید. امروز هستم برای اینکه کنوانسیون حقوق سیاسی زنان رو خدمتتون ارائه بدم. در ابتدا میخوام اشاره کنم کنوانسیون حقوق سیاسی زنان مشتمل بر یک ماده و یک مقدمه و 11 ماده است که در مقدمه این کنوانسیون در سال 1952 آمده و اعضای موحد حاضر خواستار اجرای اصل برابری حقوق زنان و مردان مندرج در منشور ملل متحد با شناسایی این که همگان حق دارند در حکومت و اداره کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شدن مشارکت نمایند و این که همگان حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشورشان را دارند و خواستار ایجاد برابری در وضعیت زنان و مردان در بهره‌مندی و اجرای حقوق سیاسی مطابق و مقرر منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشرند. کنوانسیون رو به همین منظور به شرح زیر منعقد نمودن و به این ترتیب توافق کردن. پس از ذکر این مقدمه مختصر و کوتاهی از این ماده های این کنوانسیون رو خدمتتون ارائه میدم. زنان حق رأی در تمامی انتخابات و در شرایط مساوی با مردان بدون هر گونه تبعیض رو دارند. پس از شناسایی حق رأی زنان و حق انتخاب کردن آنها، حقی که قبلا به صورت ضمنی در بند یک ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 مورد شناسایی قرار گرفته بود، ماده دوم کنوانسیون حق زنان برای انتخاب شدن و صلاحیت آن رو برای انتخاب شدن جهت تصدیق امور عمومی رو به این ترتیب شناسایی کرده است: زنان صلاحیت انتخاب شدن برای تمامی مشاغل عمومی یا انتخابی که به موجب قوانین ملی ایجاد شده رو در شرایط برابر با مردان و بدین گونه بدون هر گونه تبعیضی وجود دارن. بعد از شناسایی حق رأی دادن و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان در ماده 1 و 2، ماده 3 کنوانسیون صلاحیت تصدی زنان نسبت به سمت‌های عمومی و ایفای وظایف عمومی رو شرح میدم که به رسمیت شناخته شده. زنان صلاحیت تصدی سمت‌های عمومی و اجرای تمامی وظایف عمومی که به موجب قوانین ملی ایجاد شدند رو
در شرایط برابر با مردان و بدون هر گونه تبعیضی دارند. پس از سه ماده فوق‌الذکر که ناظر به حقوق ماهوی سیاسی زنان در زمینه حق انتخاب کردن و شدن و صلاحیت تصدی مشاغل عمومی بودند، باقی مانده مواد کنوانسیون بیشتر ناظر به مقررات شکلی پیرامون کنوانسیون حاضر است. به این ترتیب در ماده 4 کنوانسیون اومده کنوانسیون حاضر برای امضای توسط اعضای سازمان ملل متحد و نیز توسط هر دولت دیگر که از جانب مجمع عمومی دعوت شده مفتوح خواهد بود. کنوانسیون حاضر تصویب گردیده و اسناد تصویب اون رو نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهند گردید. در ماده 5 هم درباره نحوه القا به کنوانسیون حاضر چنین مقرر گردیده که 1. کنوانسیون حاضر جهت الحاق تمامی دولت‌هایی که در بند 1 و ماده 4 به اونها اشاره شده مفتوح خواهد بود. 2. الحاق با تودیع سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد محقق خواهد شد. ماده 6 کنوانسیون حقوق سیاسی زنان هم چگونگی قدرت اجرایی پیدا نمودن کنوانسیون رو به این شرح موارد زیر قرار داده. 1. کنوانسیون حاضر در 19 روز پس از تودیع 6 سند تصویب یا الحاق لازم اجرا خواهند شد. 2. کنوانسیون برای هر دولتی که پس از تودیع 6 سند تصویب یا الحاق کنوانسیون را تصویب نماید یا به آن ملحق گردد 19 روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق اون دولت لازم الاجرا خواهد شد. ماده 7 کنوانسیون مزبور ضمن پذیرش حق شرایط مقررات رو به این شرح مقرر نموده. هرگاه دولتی در هنگام امضا تصویب یا الحاق به هر کدام از مواد کنوانسیون حاضر شرایطی وارد کند، دبیرکل متن شرایط رو به تمام دولت‌هایی که عضو کنوانسیونن یا ممکن است عضو اون گردن منتقل می‌نماید. هر دولتی که به شرایط اعتراض نماید ظرف مدت 90 روز از تاریخ اطلاع از شرایط یا در تاریخی که عضو اون کنوانسیون میشن میتونن به دبیرکل اطلاع بدن که اون شرایط رو قبول نمی‌کنن. در چنین مواردی کنوانسیون هم میان چنین دولتی و دولت وارد کننده شرایط لازم الاجرا نخواهد شد. ماده 8 کنوانسیون حقوق سیاسی زنان نیز به مقررات مربوط به خروج از کنوانسیون پرداخته. 1. هر گونه دولتی میتواند به منجب 1 اعلامیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از این معاهده خارج شود و خروج 1 پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیرکل محقق خواهد شد. 2. این کنوانسیون از تاریخ لازم الاجرا شدن خروجی که تعداد اعضا رو به کمتر از 6 تقلیل میدهد فاقد لازم یا اجرای کنوانسیون حاضر امکان وقوع اختلاف بین دولت ها و عضوهاشون وجود داره. ماده نوع کنوانسیون نیز مقرراتی در خصوص نفع رفع چنین اختلافات احتمالی مقرر کرده است. هر اختلافی که درباره تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر میان 2 یا چند دولت عضو اون ایجاد شود و این اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نگردد، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف برای تصمیم گیری به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد، مگر آنکه اونها درباره حل و فصل اختلاف به شیوه دیگری توافق نمایند. ماده 10 کنوانسیون حقوق سیاسی زنان هم مواردی رو بیان نموده که در اون دبیر کل سازمان ملل متحد باید اطلاع لازم رو درباره تغییرات ایجادی به اطلاع اعضای کنوانسیون برساند. در این ماده آمده دبیر کل ملل متحد به تمامی اعضای ملل متحد و دولت‌های غیر عضوی که در بند 1 ماده 4 کنوانسیون مورد اشاره قرار گرفتن در موارد که اشاره میکنم اطلاع رسانی خواهند نمود. الف امضاها و اسناد تصویبی که مطابق ماده 4 دریافت شدند. ب اسناد الحاقی که بر اساس ماده 5 دریافت شدند. ج تاریخی که کنوانسیون مطابق ماده 6
قدرت اجرایی پیدا نموده است. دال مکاتبی که اعلامیه‌ای که وقف ماده حق دریافت شدن و دیگر قسمتاش که به خاطر اینکه وقت کمه نمیگمش. با وجود این حقوق شناسایی شده در کنوانسیون های حاضر مدتی پس از پیشتر در سال 1948 در ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر موارد شناسایی قرار گرفته است، اما شناسایی این حقوق در یک سند الزام‌آور بین المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ضمن اون که شناسایی حقوق مزبور در دوره استاندار سازی هنجارهای حقوقی بشری در سطح بین المللی صورت پذیرفته است که نقش ترویجی و حمایتی اون در این دوره بسیار ارزشمنده. گرچه کنوانسیون به گونه اختصاری مقرراتی را تدوین نموده، اما عمده جوانب مهم مربوطه در خصوص حق شرایط نحوه خروج و چگونگی کسب قدرت اجرایی و چگونگی حل اختلافات تفسیری و اجرایی مربوط به کنوانسیون و غیره را مورد توجه قرار داده است. نکته‌ای که درباره کنوانسیون حاضر در خور توجه است آن است که ماده 6 کنوانسیون حاضر چگونگی کسب قدرت اجرایی و لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر را به توضیح ششمین سند تصویب یا الحاق کنوانسیون حاضر و گذشته مدت زمان 19 روز از توضیح سند تصویب یا الحاق ششمین دولت دانسته است. قرار دادن این تعداد و مدت در مقایسه با سایر اسنادی که متقابلاً به تصویب رسیدن نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که با توضیح 35 سند و گذشت 3 ماه پس از تاریخ توضیح قدرت اجرایی پیدا می نمود بسیار کم است، که این امر با توجه به زمان و تصویب این کنوانسیون و اراده جامعه بین المللی مبنی بر حمایت فوری از حقوق زنان امری موجه به نظر می رسد. همین امر نیز موجب شده که کنوانسیون حاضر در مدت نسبتاً کوتاهی، یعنی 2 سال بعد از تدوین و باز شدن جهت امضا و تصویب قدرت اجرایی پیدا کرده است. تناقض هایی که بین قوانین جمهوری اسلامی و این کنوانسیون وجود داره رو الان خدمتتون عرض میکنم. دولت ایران در قبل از انقلاب کنوانسیون حقوقی سیاسی زنان در سال 1952 رو تصویب نمود و دولت جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب هم تا کنون به آن ملحق نشده است. بنابراین تعهد حقوقی قانونی در قبال سند مزبور ندارد. اما از اونجایی که سندی چون میثاق بین المللی و حقوق مدنی و سیاسی در سال 1966 و اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 و غیره که حاوی حقوق مندرج در کنوانسیون حاضر نیز می باشد رو بدون هیچ شرطی و به نحوه مطلق به تصویب رسانده و تعهداتی رو در قبال جامعه بین المللی جهت تحقق حقوق مزبور دارا می باشد. نگاهی به قانون اساسی حق رأی و انتخاب کردن برای مردان و زنان به گونه برابر به رسمیت شناخته شده و این حیث هیچ گونه تبعیض بین مرد و زن وجود نداره. اما مشاهده میکنیم که امکان رئیس جمهور شدن یک زن وجود ندارد و این خودش یک تناقض هستش. به عنوان نمونه با توجه به آنچه در اصول قانون اساسی از جمله در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده، در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قوانین معین می‌گردد. و اصل 19 نیز مردم ایران را دارای حقوق مساوی دانسته و اصل 20 نیز تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد رو
به صورت یکسان در حمایت قانون قرار داده و بهره‌مند از حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت موازین اسلامی می دانند. در اصل 56 نیز حاکمیت مطابق بر جهان و انسان رو از خدا دانسته که او انسان رو بر سرنوشت اجتماعیش حاکم ساخته و اصل 58 نیز اعمال قوه مقننه رو از طریق مجلسی که نمایندگان منتخب مردم رو تشکیل یافته می دانند. اصل 62 نیز مجلس شورای اسلامی رو مرکب از منتخبی از نمایندگان ملت که با رأی مخفی و مستقیم مردم انتخاب می شوند دانسته است. با توجه به این اصول و موارد متعددی در قوانین اساسی کشور که قرار داره، با قرار گرفتن اون در چارچوب اسلامی معنی متفاوتی رو میشه گفت که در چارچوب اسلامی باعث شده که خیلی از حقوق از زنان گرفته بشه. فی الجمله این حقوق نیز برای زنان شناسایی شدن، ولی نگاه دقیق به پاره از اصول مقررات قانونی بیانگر اون است که در برخی از موارد محدودیت های رو برای زنان به وجود آورده. همچنین مطابق اصل 115 قانون اساسی، رئیس جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب می شود. معنی کلمه رجال در عربی به معنی مردان است. همچنین مطابق ماده واحد قانون شرایط علیزاده 5 دقیقه میتونید حالا نکات مهمی که میخواهید رو بگید و جمع‌بندی کنید. آخرش هستش، اگه امکان دارین دو سه خط تو بخونم. بله. اینجا بود. همچنین مطابق ماده واحد قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14-12-1361 قضات منحصراً از میان مردان با جد و شرایط انتخاب می شود. هرچند ماده واحد منصوب در سال 1374 مجلس شورای اسلامی به زنان حق مشاغلشون مشاور، قاضی، تحقق و مسئولیت اداره سرپرستی رو با رتبه قضایی اعطا نمود، اما با این حال زنان از تتمع کامل از این حقوق محرومند. به این ترتیب گرچه در کلیت مقررات درون جمهوری اسلامی ایران در راستای تقویت حقوق زنان به نظر میرسه، اما تعارضاتی هم بین مقررات جمهوری اسلامی و کنوانسیون مشاهده میشه که باعث میشه نابرابری هایی در کشور به وجود بیاد. من اینجا بحث رو به پایان میبرم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم که همراه هم بودیم و به سخنم گوش دادیم. ممنون، مرسی. سپاس از خانم کوثر ولی‌زاده عزیز به خاطر موضوعی که انتخاب کردید و سخنرانی خوبتون. دوستان عزیز، اگر کامنت، نظر و یا سوالی در این خصوص این سخنرانی دارید میتونید دستتون رو بلند کنید که در خدمتتون باشیم، اگر نه که میریم سخنرانی بعد رو بشنویم. خب من نمیبینم کسی دستش بلند باشه، پس میریم که بشنویم فریده فرائی عزیز رو با موضوع سقط جنین در ایران. اگر مایک رو براشون آزاد کنید ممنون میشم. دوستان مایک رو براشون آزاد کردیم چون من نمیشنوم صداشون رو هستن. بله الان مایک آزاد شد، دستتون در فنگاره. سلام و عرض ادب خدمت تمام همکاران عزیز. متاسفم و تسلیت میگم در گذشت عزیزانی که در این اعتراضات جان خودشون رو از دست دادن.
همونطور که میدونیم انسان‌ها دارای حقوق ذاتی و شهروندی هستند. یکی از موارد ویژه حقوق ذاتی ما حق اندیشیدن و تصمیم گیری برای خودمون هستش. یکی دیگه از این موارد حق تصمیم گیری تولید مثل یا عدم تولید مثل است که به اختیار خانواده و صاحبان آن می باشند و این جز حقوق ذاتی آدم هاست و شامل حقوق دیگری یا دولت نمی باشند. در ادامه سخنرانی خودم را با موضوع سقط جنین در ایران آغاز می کنم. سقط جنین به معنی از دست رفتن محصول حاملگی، جنین یا رویان قبل از هفته 20 بارداری است، ولی پزشکان بیشتر از این اصطلاحات برای توصیف هر گونه پایان حاملگی در 3 ماه اول بارداری استفاده می کنند. سقط جنین به معنای پایان یافتن بارداری در هر مرحله ای است که زندگی نوزاد در جریان است. اگرچه غالبا به لحاظ فنی و تخصصی خاتمه یافتن بارداری به واسطه جراحی یا خارج کردن جنین یا رویان از رحم بیش از آن که قادر به ادامه حیات باشد را سقط جنین می گوید. مرگ جنین اگر به صورت خود به خود رخ می دهد به آن سقط خود به خودی یا ناخواسته گفته می شود. در کشورهای توسعه یافته مدت مدیدی است که سقط جنین خودخواسته و قانونی به لحاظ پزشکی از اهمترین فرایندها محسوب می شود. با این حال سقط جنین ناسالم که توسط فرد بدون آموزش مناسب یا خارج از محیط‌های پزشکی انجام می شود، سالانه حدود 70,000 مرگ مادر و 5,000,000 معلول در سطح جهان به جا می گذارد. سالانه حدود 42 میلیون سقط جنین انجام می شود که تخمین زده شده است که 20 میلیون از آنها به شکلی ناسالم انجام شده است. 40% زنان حاملی جهان از داشتن امکانات درمانی و حق انتخاب برای سقط جنین محروم هستند. سقط جنین عمدی خواسته دارای سابقه تاریخی طولانی است و توسط روش‌های مختلفی چون سقط کننده‌های گیاهی، استفاده از ابزار تیز، آسیب‌های جسمانی و دیگر روش‌های سنتی انجام می‌شده است. علم پزشکی معاصر با بهره‌گیری از داروها و روش‌های جراحی سقط جنین را راحت‌تر کرده است. قانونی بودن، همه‌گیر بودن، وضعیت فرهنگی و وضعیت مذهبی در نوع نگاه به سقط جنین تفاوت قابل ملاحظه ایجاد می کند. در بسیاری از نقاط جهان بحث‌های جنجالی بر سر قانونی و اخلاقی بودن سقط جنین وجود دارد. از آنجایی که دسترسی به آموزش و خدمات تنظیم خانواده برای پیشگیری از بارداری در سرتاسر جهان در حال افزایش است، سقط جنین به طور گسترده‌ای در حال کاهش است. سقط جنین و مجازات آن. امروزه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، بچه دار شدن و تربیت درست فرزندان به چالش مهمی در میان زوجها تبدیل شده است. به گونه ای که عده‌ای معتقدند با توجه به شرایط جامعه و علل خصوص مشکلات اقتصادی، بچه دار نشدن ترجیح دارد. لذا ممکن است پس از بارداری با علم و اطلاع جنین خود را از بین ببرد. همچنین ممکن است جنین زن حامله به واسطه سقوط از پله یا فعالیت‌های سنگین دیگری از بین برود که در اصطلاح سقط جنین سقط شدن می‌گویند. ما در این نوشتار عذرخواهی می‌کنم، منظور از سقط جنین چیست؟ سقط جنین یعنی خارج کردن غیر طبیعی جنین از رحم مادر قبل از موعد طبیعی وضع هم به وسیله مادر یا هر کس دیگری به قصد نابود کردن جنین. به طور کلی سقط جنین به 3 شکل جنایی، درمانی و خود به خودی امکان پذیر می باشد. سقط خود به خودی. منظور از سقط خود به خودی حالتی است که جنین بدون اطلاع و خارج از اراده به و به واسطه فعالیت سنگین مادر یا ضربه خوردن او یا سقوط از پله و مواردی از این قبیل اتفاق می افتد که در این حالت بدیهی است که چون خارج از اراده والدین بوده و اتفاقا ممکن است باعث ناراحتی آنها نیز بشود، دارای جنبه جنایی و کیفری نیست و بنابراین جرم نمی باشد. سقط درمانی. سقط درمانی حالتی است که به خاطر ضعیف بودن بدن مادر یا وجود بیماری خاص در جنین یا مادر، ادامه بارداری خطرناک است و بنابراین لازم است هر چه سریع‌تر جنین از بدن مادر خارج شود و که در چنین حالتی نیز دارای جنبه کیفری نمی باشد و بنابراین جرم نیست. سقط جنایی. سقط جنین بدون اینکه علتهای مذکور را داشته باشد شرعاً حرام و قانوناً جرم است و مجازات دارد. این نوع سقط غیرقانونی معمولاً در مراکز غیر مجاز و اصطلاحاً به صورت مخفیانه انجام می گردد. جرم سقط جنین. اگر سقط جنین جنایی، علاوه بر دیه پاره مجازات تعزیری نیز تعریف شده است.
که بسته به نحوه اقساط جنین متفاوت است. این مجازات ها به شرح زیر. اگر خود مادر عمدن موجب سقط جنین شود، به پرداخت دیه جنین محکوم می شود. هر کس عملاً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه به تحمل 1 سال تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد. ماده 622. اگر پزشک یا ماما یا داروفروش اشخاص به عنوان مشاغل مذکور اقدام کنند، وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا خود اقدام به اقساط جنین نمایند، به تحمل 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهند شد. ماده 624 قانون اساسی. سایر اشخاصی که با دادن دارو و یا وسایل دیگر موجب سقط جنین شوند، به تحمل 6 ماه تا 1 سال حبس محکوم می شود. و هر کس که زن حامله را به استعمال دارو و یا وسایل دیگر سقط جنین راهنمایی کند، به حبس 3 ماه تا 6 ماه محکوم خواهد شد. ماده 623 قانون اساسی. در هیچ یک از این 3 موارد اخیر، رضایت یا عدم رضایت مادر تأثیری در تحقق جرم ندارد و در نتیجه رضایت مادر موجب معافیت ساقط کننده جنین از مجازات قانونی نمی شود. همچنین هیچ فرق بین اقساط جنین ناشی از رابطه جنسی مشروع و نامشروع وجود ندارد و سقط جنین در هر دو حالت ممنوع و کیفر دارد. هرگاه جنین بر اثر حادثه رانندگی سقط شود، راننده مقصر علاوه بر پرداخت دیه به 2 ماه تا 1 سال حبس محکوم خواهد شد. ماده 623. جرم سقط جنین از ذمه جرایم مقید است، یعنی حتما باید نتیجه که همان از بین رفتن جنین است حاصل شود. از بین بردن نوزادی که بر اساس زایمان قبل از موعد در دستگاه نگاه داشته می شود قتل است، نه سقط جنین. بر اساس ماده 19 و 122 تنها شروع 1 سقط جنین موضوع، ماده 124 تعزیرات که از سوی طبیب و ماما و داروفروش و اشخاص که تحت این عناوین اقدام می کنند قابل مجازات است. با توجه به تفسیری ماده 122، شروع به ارتکاب جرایمی که از لحاظ مادی غیر ممکن هستند نیز در صورتی که رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با جرم داشته باشد، مانند استفاده از داروهایی که برای اسقاط جنین کارآمد نیستند، در حکم شروع به جرم محسوب می شوند. لکن اقدام به سقط جنین در زنی که اصلا باردار نیست نمی تواند شروع به جرم باشد، زیرا جرم از جنبه موعی منتفی است. مسئول پرداخت دیه. اگر مادر موجب اقساط جنین شده باشد، دیه جنین را باید به پدر و در صورت نبودن پدر به سایر ورثه بپردازد و اگر پدر موجب سقط جنین شده باشد، دیه را باید به مادر بدهد و اگر شخص دیگری مسبب سقط شده باشد، باید دیه را به پدر و مادر بدهد و اگر بر اثر ورود جنایات بر سر مادر آبستن فرزند درون شکم او از بین برود، شخص بزهکار قصاص نمی شود اما مکلف از دیه یا ارثش صدمات وارد شده به مادر و نیز دیه جنین را پرداخت کند و علاوه بر آن به مجازات تعزیری نیز محکوم می گردد. سقط غیرقانونی سالانه 370 هزار جنین در کشور، فرصت 5 ساله ایران برای افزایش جمعیت. دبیر شورای راهبردی جمعیت استان تهران درباره آمار سقط جنین غیرقانونی کشور: سالانه 370 هزار سقط در کشور داریم که اغلب آنها جنایی و غیرقانونی است و تنها حدود 3.5 تا 4% در این موارد مربوط به روابط خارج از عرف و باقی این موارد با انگاره های نظیر ناخواسته بودن بارداری و بدون برنامه ریزی بودن بارداری همراه است. بررسی های آخرین وضعیت استان تهران و با حضور استاندار تهران برگزار شد. در حال حاضر با الگوی 4 فرزندی را ترویج می کنند و تعریفی که برای آن ارائه دادند این معنا است: خانواده‌ای است که تمام اعضای آن روابط درون خانوادگی را تجزیه کنند. دبیر مرکز مطالعات جمعیت با بیان اینکه اگر الگوی 4 فرزندی الگوی رایج کشورها و کشور ما شود، نرخ باروری به 2.5 تا 3% می رسد که می تواند مسئله کشور ما را نیز تا حد زیادی مدیریت کند.
صالح قاسمی درباره ضرورت توجه به بحث مهاجرت و تأثیر آن بر جمعیت کشور خاطر نشان کرد در حال حاضر 4 میلیون مهاجر نسل اول و دوم ایرانی در خارج از کشور داریم. به گفته این پژوهشگر حوزه جمعیت کشور ما به لحاظ باروری برای افزایش جمعیت تنها 5 سال فرصت دارد و اگر متولدین دهه 60 کشور از سنین متعارف باروری خارج شوند با اتکا به متولدین دهه 70 نمیتوان بحران جمعیت را مدیریت کرد و از این رو میتوان گفت تنها فرصت باقی مانده برای این امر تنها در 5 سال طلایی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. وی در بخش دیگر سخنان خود به انقلاب خانوادگی اشاره کرد و درباره تغییر الگو، ساختار و کارکرد نهاد خانواده در ایران افزود: ما در ایران در آستانه پدیده شبیه به پدیده انقلاب خانوادگی در غرب هستیم که ساختار و کارکرد و نهاد خانواده را دچار دگرگونی جدی کرد. دبیر شورای راهبردی جمعیت استان تهران با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره جمعیت توضیح داد: رهبر انقلاب طی 10 سال 55 بار در موضوع جمعیت سخن گفته و مطالبه کردند. ایشان در این راستا تعابیر را اتخاذ کردند که در هیچ موضوع دیگری از ایشان سراغ نداریم. لذا این وظیفه جدی و انقلابی ما است که به این امر ورود کنیم. قاسمی با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت در حال حاضر به 0.7% یعنی زیر 1% رسیده و این امر بی سابقه است، ادامه داد: با روند فعلی طی سال 1415 تا 1420 نرخ رشد جمعیت ما 0% خواهد شد و پس از آن نرخ رشد منفی بنا تجربه خواهیم کرد. دبیر مرکز مطالعات جمعیت با بیان اینکه از سال 94 تعداد تولدها با شیب کاهشی مواجه شده و امروز با حدود 1,100,000 تولد رسیده افزود: این رقم با توقف 2 یا تا 3 ساله مجدداً روند کاهشی را ادامه خواهد داد و ما قریب به 500,000 تولد را در بازه 5 ساله یعنی از سال 94 تا 99 از دست داده ایم. این جمعیت شناس همچنین درباره نرخ سالمندی کشور تصریح کرد: نرخ سالمندی ما یعنی نرخ افراد بالای 60 سال در حال حاضر به 11% رسیده و تا سال 2050 میلادی به بیش از 30% میرسد که در آن زمان در آستانه سونامی سالمندی یا انفجار سالمندی قرار خواهیم گرفت. انجام روزانه 1300 سقط جنین غیرقانونی در ایران. آمار کشته های سقط چند برابر کرونا است. رئیس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده گفت: سقط جنین یک تجارت کثیف چند هزار میلیاردی است و سالانه 400 هزار سقط جنایی غیرقانونی در کشور صورت می‌پذیرد. اعظم سادات موسوی رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان درباره عوارض سقط جنین گفت: احتمال عفونت، خونریزی، نازایی، مرگ و میر، عوارض روحی و روانی و غیره با انجام سقط جنین وجود دارد. یکی از علتهای مرگ و میر زنان جوان سقطهای غیرقانونی است. وی درباره راه‌های پیشگیری از سقط جنین بیان کرد: حاملگی زنان باید با برنامه ریزی باشد و ناخواسته نباشد و باعث نشود زنان به سقط رو بیاورند. علاوه بر این، حمایت از زنان باردار یکی از عواملی است که کمک می‌کند زنان به سمت سقط نروند. همچنین وجود مراکز روانشناسی برای ارائه مشاوره به زنانی که خاص ادامه بارداری ندارند می‌تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد. موسوی درباره عواملی که باعث سقط جنین می شود تصریح کرد: عوامل متعددی می تواند باعث انجام سقط جنین غیرقانونی شود که شامل مسائل خانوادگی، شغلی، اجتماعی، ازدواج های اجباری، مشکلات زناشویی و غیره است. رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان با اشاره به اینکه هر زنی تمایل دارد بارداری خود را حفظ کند افسود: مشکلاتی که سر راه برخی از زنان وجود دارد باعث می شود به سقط‌های غیرقانونی روی بیاورند که مراکز روانشناسی می تواند به این زنان کمک کند. وی با بیان اینکه بیشترین علت سقط‌های غیرقانونی حاملگی‌های ناخواسته است اظهار کرد: البته در خصوص افرادی که برای سقط جنین به صورت غیرقانونی مراجعه می کنند کار مطالعاتی انجام می شود. امیر حسین بانکی پر
رئیس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده نیز درباره استقل جنین و قانون جوانی جمعیت گفت متاسفانه در سالهای گذشته آمار استقل افزایش پیدا کرده که این موضوع نگران کننده شده است. در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده حدود 9 ماده را به این مسئله اختصاص دادیم و در قانون به اتمام انواع استقل جنین که شامل درمانی، عارضی و جنایی بوده اشاره شده است. بانکی پور فرد درباره ممنوعیت فروش داروهای استقل جنین در داروخانه ها تصریح کرد. تمام داروها در سامانه کدی دارند که بتوانیم بر آنها نظارت داشته باشیم و به همین دلیل در قانون گفته شده است که توزیع دارو و فقط در مرکز درمانی باشد و این دارو فقط برای استقل درمانی در بیمارستان ها و مراکز درمانی توزیع شود. اما متاسفانه در حال حاضر داروی استقل جنین به راحتی در دسترس است و حتی در فضای مجازی به راحتی میتوان آن را تهیه کرد. رئیس کمیسیون جمعیت با اشاره به اینکه نظارت بر فضای مجازی برای جلوگیری از استقل جنین در این قانون تاکید شده ادامه داد، از قوه قضاییه درخواست داریم که به مسئله ورود کنند، چرا که آمار کشته های استقل جنین چند برابر کرونا است. جنین ها نمی توانند از خودشان دفاع کنند و باید از حقوق جنین ها که حق حیات دارند در دوره ای که حرف از حقوق بشر زده می شود دفاع کنیم. تعمیداتی قانونی باید در این خصوص داشته باشیم. متاسفانه به سمتی رفته ایم که استقل برای مردم عادی شده و به این مسئله که فعل حرام انجام می شود توجه نمی کنند. وی با بیان اینکه استقل جنین یک تجارت کثیف چند هزار میلیاردی است و برای اینکه قانون جوانی جمعیت علیه این تجارت است به این قانون وارد کردند. چهار دقیقه جمع‌بندی کنید اون نکات رو. چشم عزیزم. رئیس کمیسیون جمعیت اضافه کرد متاسفانه در جامعه طی چند سال اخیر فضای ایجاد شده که استقل اقدامی طبیعی و راهی برای ختم بارداری است و برخی از متخصصان ما متوجه نیستند که دستور قتل نفس می‌دهند و این برخواسته از فرهنگ غلطی است که برای جنین ارزشی قائل نیست. انتظار داریم رسانه‌ها در این زمینه وارد میدان شوند و از جنین‌ها دفاع کنند. سپاسگزارم که به سخنرانی من گوش کردید. ممنونم که مایکو در اختیار من گذاشتید. من مایکو رها می‌کنم. سپاس از خانم فریده فرایی عزیز. دوستان اگر سوال یا کامنتی دارید ما در خدمتتون هستیم. میتونید دست خودتون رو بلند کنید. مایک رو براتون آزاد می‌کنیم. خانم آیلار اسماعیلی عزیز دستشون بلنده. لطفاً براشون مایک رو آزاد کنید که بشنویمش. با عرض سلام خدمت تمامی همکاران و همراهان گرامی، تا اونجایی که من از سخنرانی خانم فرایی متوجه شدم نظرشون نسبت به استقل جنین نظر منفی بود و معتقد بر این بودن که بهتره که جنین ها به دنیا بیان در هر شرایطی که هست، اما من نظرم یه مقدار متفاوته و نظر من مثبت نسبت به استقل جنین در مواردی که ما یک سری از خانواده‌هایی رو میبینیم که واقعا مشکل دارن و از نظر خود من به دنیا آمدن یک فرزند در چنین محیط‌های خانوادگی واقعا باعث به وجود آمدن جوانانی میشه که بیشتر از لحاظ روحی دچار مشکل هستن و این کلیشه غلطی که توی فرهنگ ایرانی ما هست که با آمدن بچه همه جا گل و بلبل میشه، همه چی گلستون میشه، این واقعا یک کلیشه خیلی اشتباهی هست و با آوردن یک فرزند نه تنها مشکلات خانوادگی برطرف نمیشه، بلکه زندگی یه شخص دیگر رو هم همزمان به خودشون به تباهی میکشونن و نتیجهش میشه این مشکلات روانی که برای خیلی از جوانای ما الان هست. من فقط میخواستم این نکته رو اضافه کنم و همچنین در مواردی که الان این حق رو از مادران گرفتن، یکی از حقوق پایه‌ای که مادران باردار دارن که باید در پروسه بارداریشون یک سری از آزمایشات و یا عکس‌برداری ها رو انجام بدن که دولت جمهوری اسلامی ایران گشت بارداری رو اضافه کرده به گشت های دیگه که گذاشته و این حق رو از مادران گرفته که از سلامت جسمی فرزندشون کاملا مطلع بشن و اینی که تقاییه که واقعا نقص شده، چون یه مادر یه پدر حق داره بدونه که فرزندش آیا دارای مشکلی هست، دارای مشکلی نیست، اگه مشکلی داره قبل از به دنیا اومدنش بتونن اون مشکل رو حل کنن
یا اگه جنین واقعا میخواد نارس به دنیا بیاد بتونن در مورد اون تصمیم بگیرن. حتی این قدرت تصمیم گیری رو هم از خانواده ها میگیرن که بخوان فرزندشون واقعا فرزندشون به دنیا بیاد یا به دنیا نیاد. ممنون از اینکه مایکو در اختیار من گذاشتید. سپاس خانم آیدار اسماعیلی عزیز. من هم کاملا نظرم با شما همسو هست. بله، قبل از اینکه قتل حکومتی مهسا اتفاق بیفته، مسئله‌ای که توی جامعه ما خیلی بغرن شده بود همین گشت‌های بارداری بود که گذاشته بودن و اجازه نمی‌دادن که آزمایش‌های غربالگری رو توی بیمارستان‌ها انجام بدن و طبق نامه‌هایی که داده بودن که خیلی با شرایط اقتصادی که به خصوص توی جامعه ما وجود داره، ما شاهد این بودیم که تعداد کودک زیادی رو توی خیابون‌ها گذاشته بودن. یعنی این میشه اگر سقط جنین نباشه این اتفاق میفته که کودکان رو در خیابون رها کرده بودن و خیلی مسائل و معضلات بیشتر دیگه‌ای در ادامه اون پیش خواهد اومد. و این مسئله هم که مادر حق این رو داشته باشه که بخواد سقط رو انجام بده، من هم به شخص این حق رو به مادران و زنان میدم و فکر میکنم اونها میتونن تصمیم بگیرن که میخوان فرزندی رو به دنیا بیاورن یا نه. خانم ولیزاده عزیز کامنتی دارن؟ دوستان مایک رو براشون آزاد کنید. ممنون که وقت رو در اختیار من قرار دادید. به نظر من اینطوریه که وقتی یک خانواده میخواد یک فرزندی رو به دنیا بیاره، باید خیلی از شرایطشون مساعد باشه، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ اجتماعی، چه از همه لحاظ، باید این شرایط جور باشه. به نظر من توی الان توی ایران هیچ کدوم از این شرایط وجود نداره و به دنیا آمدن یک بچه به نظر من ظلم در حق بچه، همون بچه است. چرا که وقتی که شرط جور نباشه، وقتی که نتونی که تمامی اون چیزایی که یک فرد عادی میتونه در اختیار بچهشون قرار بده تو نتونی بدی، یک ظلمه به نظر من. و یک انسان میتونه، به نظر من مادر یا پدر میتونن این حق انتخاب رو داشته باشن که تصمیم بگیرن که آیا از لحاظ روحی و اون شرایطی که باید باشه رو دارن یا ندارن. خیلی ممنون، مایک رو در اختیار من قرار. سپاس از خانم کوسر ولی‌زاده عزیز به خاطر کامنت و نظرشون. من نمیبینم کسی دستش بلند باشه، پس میریم که به بخش بعدی برنامه‌مون و موضوع و سخنران دیگر رو که معرفی کنیم و در خدمتشون باشیم. من اینجا توی اون پوستری که توی دستم هست زهرا هاشمی یزدی، ولی شما گفتید زهرا یزدی هاشمی، حالا امیدوارم این بار اسمتون رو درست خونده باشم، با موضوع حجاب اجباری و نقض حقوق زنان. ما در خدمت شما هستیم. هستم. من هم به نوبه خودم تسلیت میگم. واقعا پذیرفته شدن جامعه کشورمون خیلی غم‌انگیزه. امیدوارم که زودتر این مشکل حل بشه و به اون چیزی که خواستشون برسه. با اجازه من شروع میکنم. تا همین یک ماه پیش وقتی کسی در نقد حجاب اجباری حرف می‌زد، صدای عده کثیری بلند می‌شد که ما مشکلات مهمتری داریم و این مسئله اهمیتی در حال حاضر ندارد. و یا پا را فراتر گذاشته و به اون ننگ می‌زدند که گیرخور حکومت است و هدفی جز انحراف افکار عمومی به سوی مسائل بی اهمیت ندارد. متاسفانه نه فقط عوام، که بسیاری از روشنفکران ایرانی هم بر این عقیده استوار بودن. بی خبر از این که بی‌اعتنایی نسبت به مطالبات زنان، یعنی از دست دادن نیمی از افراد جامعه در اعتراضات سیاسی، همون چیزی که رژیم ایران خواهان آن بود. با توجه به تجربه تلخ زنان در بزنگاه‌های سیاسی مختلف ایران که جز سوء استفاده و تنها ماندن آنها در برابر مطالباتشان چیز دیگری را آیدشان نکرد، نمیتوان به آنها خورده گرفت که چرا در اعتراضات پیشین
چنین پرتعداد و جسور ظاهر نشدند. بی‌تعارف باید اعتراف کرد که در انقلاب 57 به زنان خیانت بزرگی صورت گرفت و مردان تنها نظاره‌گر این رخداد بودند. منظورم زمانی است که هنوز انقلابیون و رجال سیاسی نقاب از چهره بر نداشته بودند و مردم با شادکامی در انتظار ثمره انقلاب بودند. دو هفته پس از پیروزی انقلاب 57، دفتر روح الله خمینی تصمیم به لغو قانون حمایت خانواده و اجباری شدن حجاب اسلامی گرفت. زنان ایرانی اما این اجبار را به سادگی و با سهولت پذیرا نشدند. در پی انتشار سخنان آیت الله خمینی در 16 اسفند 1357 مبنی بر آنکه زنان باید با حجاب سر کار بروند، 50,000 زن معترض که اغلب آنها کارمند ادارات دولتی و دختران دانش آموز بودند در روز 17 اسفند مصادف با روز جهانی زن به خیابان‌های تهران و برخی شهرهای دیگر آمدند. ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم. معروف‌ترین شعار این تظاهرات، تاریخچه طولانی مبارزات زنان از دوره مشروطه برای رفع حجاب را یادآوری می‌کرد و استمرار 6 روزه آن به رغم خشونت نیروهای حزب الله علیه زنان معترض نشان از عزم جزم این زنان داشت. این اعتراضات در نهایت به دلایلی همچون اعلام نظر برخی مقامات و دولت مبنی بر اینکه حجاب خانم‌ها الزامی نیست، همدستی ماموران کمیته با نیروهای حزب الله در حمله به معترضان و تنها ماندن زنان معترض و بالا گرفتن هجمه هایی که آنها را به خیانت و انقلاب محکوم می‌کرد به پایان رسید. اعتراضات 6 روزه اسفند 1357 توانست تصویب قوانین حجاب اجباری را برای چند سال به عقب بیاندازد، تا اینکه در سال 1359 شورای انقلاب با صدور بخشنامه‌ای ورود زنان بدون پوشش اسلامی را به ادارات دولتی ممنوع کرد. این بار نیز زنانی که البته به پرشماری اسفند 1357 نبودند، با پوشیدن لباس سیاه در برابر ساختمان نخست وزیری تجمع کردند. این اعتراض زنان اما با سکوت گروه‌های سیاسی چپ و ملی‌گرا مواجه شد و به دلیل حمایت نکردن آنها از خواسته آزادی پوشش زنان، حمایت نکردن از آزادی پوشش زنان بی نتیجه ماند. نیروهای سیاسی که بسیاری از آنها در آن زمان منتقد و یا مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی بودند، اعتراض علیه حجاب و حتی نقض حقوق زنان را یک مسئله فرعی و کم اهمیت می‌دانستند و زنان معترض را تنها گذاشتند. زنان معترضی که با پوشیدن لباس سیاه علیه حجاب اجباری اعتراض می‌کردند اما حاضر به سر کردن روسری نبودند و یکی پس از دیگری دستگیر، اخراج و یا خانه نشین می شدند. از آنجایی که زنان در این مبارزه تنها مانده بودند، خمینی موفق شد قانون حجاب اجباری را در کشور پیاده کند. حجاب تبدیل به سمبل جمهوری اسلامی در دنیا شد و سیاستمداران رژیم در دیدار با همتایان خود اظهار می کردند که زنان ما علاقه حجاب بر سر می کنند و اجباری در کار نیست. آنها تا به امروز ادعا داشتند که حجاب انتخاب اکثریت مردم ایران است. اما نکته بسیار مهمی درباره حق‌های بشری وجود دارد و اینکه حق‌های بشری الزام‌های خدشه‌ناپذیرند و حتی با انتخابات و رفراندوم و رأی‌گیری ولو با رأی اکثریت قریب به اتفاق جامعه نمیتوان حقهای بشری را محدود و افراد را از آن حقوق محروم کرد. بنابراین به عنوان مثال با رأی‌گیری ولو با رأی اکثریت قریب به اتفاق جامعه نمیتوان مقرر کرد که گروهی از افراد جامعه باید از حق حیات محروم شوند. مثلا نمیتوان با رأی‌گیری و انتخابات یهودیان یا اهل سنت یا مسیحیان ارتدکس را به قتل رساند. باز با رأی ولو با رأی اکثریت قریب به اتفاق جامعه نمیتوان آزادی باور یا بیان را محدود کرد. به عنوان مثال نمیتوان با رأی
باور به یک فرقه مذهبی یا جریان سیاسی را ممنوع یا آزادی بیان آنها را محدود کرد. به این ترتیب اگر کسی آزادی پوشش و حق انتخاب پوشش را به عنوان یک حق بشری بپذیرد، آنگاه باید توجه داشته باشد که نمیتوان با رأی گیری و رفراندوم ولو با رأی اکثریت قریب به اتفاق جامعه این حق و آزادی را محدود کرد. پس اصولاً حق‌های بشری و به طور خاص حق بر انتخاب پوشش انتخابات بردار نیستند. از سوی دیگر نکته مهمتر این است که قانون شده است تا با زور محض متفاوت باشد. در واقع هم قانون و هم زور محض چیزی را به افراد الزام می کنند و از آنها اطاعت می خواهند. حرامی و دوز سرگردنه و قطعات طریق نیست چیزی از اموال ما می ستانند و قانونگذار نیست به موجب قانون مالیات چیزی را از اموال ما می ستاند. اما فرقی بین این دو وجود دارد و باید وجود داشته باشد. تا یکی مشروع و موجه و دیگر نامشروع و ناموجه باشد. در واقع قانون تنها در یک صورت از زور محض متفاوت می شود که دو ویژگی داشته باشد. به بیان دیگر دو شرط لازمه مشروعیت و موجهیت قانون هستند. یکی این که قانون باید بازگشت به رضایت اعضای جامعه داشته باشد و دیگری این که قانون باید خیر عمومی را محقق کند. نقض هر یک از این دو شرط به خصوص شرط اول قانون را از قانون بودن می اندازد و به زور محض تبدیل می کند که دیگر الزامی برای اطاعت افراد ایجاد نمی کند. حال سوال این است که آیا قانون حجاب در ایران از این دو شرط برخوردار است؟ دو نکته مهم در این راستا وجود دارد. یکی احراز رضایت عمومی باید از طریق معیارهای پذیرفته شده و روشن باشد. بنابراین با جمع کردن عده‌ای در یک استادیوم یا چند مصاحبه تلویزیونی با مردم نمیتوان این رضایت را محرز دانست و مدعی شد که مردم راضی به این قانون هستند. در واقع این الزام یا از طریق رفراندوم باید به رأی اکثریت برسد یا باید نمایندگان اکثریت اعضای جامعه در نهاد قانونگذاری آن را تصویب کنند. بنابراین با حدس و گمان و تبلیغات نمیتوان رضایت مردم را محرز دانست. سوال این است که آیا در ایران رضایت اعضای جامعه نسبت به الزام حجاب به این شکل استاندارد احراز شده است یا خیر؟ از سوی دیگر قانون حجاب باید خیر عمومی را تحکیم کرده یا ارتقا دهد. احراز این امر نیز باز باید با معیارهای روشن مشخص و علمی انجام شود. پس با تبلیغات نمیتوان ادعا کرد که این قانون خیر عمومی را محقق میکند. بنابراین احراز این مهم نیست، باید به اشکال استاندارد و پذیرفته شده انجام شود ولا غیر. حالا سوال این است که آیا چنین ارزیابی در ارتباط با قانون حجاب و رابطه آن با خیر عمومی در ایران انجام شده است یا خیر؟ به نظر من بچه اشتراکی بین تثبیت و به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و اسلام نام محمدی وجود دارد و آن اینکه هر دو با گرفتن حقوق نیمی از جامعه و اعطای آن به نیمه دیگر جامعه که به لحاظ فیزیکی قدرتمندتر بودند توانستن جنگ را به خانه های مردم منتقل کنند تا خود در آرامش حکمرانی کنند. شاید در ابتدا مردان ایرانی فکر میکردند که حجاب مشکل زنان است و نه تنها لطمه به آزادی آنها نمیزند که چه بسا یک جامعه که مرد سالار زندگی بهتری برای آنها فراهم خواهد کرد. اما کم کم وقتی دختران همین مردان جوان شدند و قصد ورود به زندگی مستقل را داشتند، متوجه فریبی که از جمهوری اسلامی خوردن شدند. حالا قوانین ضد زن گریبان فرزندان آنها را گرفته بود و مانع پیشرفت و آسایش آنها شده بود. حالا آنها برای دخترانشان در جامعه یا خانه همسر احساس ناامنی و بی‌عدالتی می‌کردند. حقوق زنان همه جا نادیده گرفته می‌شد. در محیط کار، هنگام ازدواج و یا طلاق، در تحصیل، ورزش حرفه‌ای، هنر و تمام زمینه‌های دیگر. زنان به راحتی
قابل کنترل شده بودند و اجازه پیشرفت به آنها داده نمی‌شد. و ریشه تمام این محدودیت‌ها بانوان با حجاب محدودیت‌های بانوان با حجاب شروع شد. به راستی کدام عمل کرده یک زن را نمی‌توان به بهانه حجاب محدود کرد؟ یک زن اجازه حضور در ورزش حرفه‌ای را نمی‌یابد چون ممکن است حجابش در خطر بیفتد. یک زن اجازه ورود به بسیاری از سطح هنری را ندارد و یا به صورت محدود باید در این زمینه ها فعالیت کند تا به حجابش لطمه‌ای وارد نشود. یک زن اجازه خروج از کشور را ندارد و مهمتر از همه حق حضانت کودکش را هم ندارد. بماند که زنان ایرانی با جنگندگی و ممارست فراوان توانستند کمی وضعیت خود را در جامعه تغییر دهند و جایگاهشان را پررنگ کنند. زنان به خوبی می دانستند که ریشه تمام بدبختی آنها در به سر کردن روسری است و آنها با سر کردن روسری اعلام می کنند که تسلیم اسلام و مرد سالاری هستند. اصلا پافشاری رژیم بر حجاب اجباری خانه نشین کردن نیمی از جامعه بوده است. همه ما حس انسان درجه دوم بودن را در مادرانمان یا زنانی که در حالا پا به کهنسالی گذاشتن دیده ایم. آنها در هیچ مسئله خود را صاحب انتخاب یا صاحب رأی نمی دانستن. همیشه خود آنها خود را سرزنش و بی اعتبار می کردن و حتی به دخترانشونم نخواسته تلقی می کردن که یک دختر اجازه این کار و آن رفتار را ندارد. جمهوری اسلامی اینطور توانست نیمی از منتقدان خود را تو سری خور و خانه نشین کنند و تا همین چند وقت پیش به این سیاست خود می بالید و خوشنود بود که قانون حجاب اجباری را در کشور بنا نهاده، بی خبر از اینکه روزی همین حجاب اجباری بنای برچیدن رژیم ستمگر آنها را می‌چیند. با وجود اینکه این رژیم خودکامه هزاران بار قوی‌تر از سال‌های انقلاب شده و سیستم آموزشی و رسانه‌های کشور را به طور کامل تحت کنترل دارد، نتوانست دختران ایران زمین را مطیع اسلام و جمهوری اسلامی کنند. با کشته شدن مهسا امینی جرقه اعتراضات زنان و یک انقلاب زده شد. چه کسی فکر میکرد که تا این حد دختران ایرانی متحد و بیزار از رژیم باشند که برای مسائل اقتصادی و معیشتی به اصطلاح مهمتر باید در کنار از اینجا دوباره شروع میکنم. چه کسی فکر میکرد که تا این حد دختران ایرانی متحد و بیزار از رژیم باشند که روزی روسری هایشان را در خیابان آتش بزنند و این طور بی محابا در مقابل گلوله و سرکوب و شکنجه بایستند. حالا این مردان هستند که برای مسائل اقتصادی و معیشتی به اصطلاح مهمتر باید در کنار زنان مبارزه کنند تا در فردای آزادی حقوقشان مطالبه شود. رهبران این مبارزه زنانی هستند که رهبران این مبارزه زنانی هستند که از هیچ کس دستور نمیگیرند و اینطور احتمال حضور یک دیکتاتور دیگر را هم از بین بردن. برخلاف جنبش‌های اعتراضی گذشته که همیشه نبود یک رهبر را دلیل شکست جنبش خود می‌دانستند، آنها ثابت کردند که برای یک انقلاب وجود رهبر الزامی نیست. خود رژیم آنقدر این مسئله برایش مهرس شده که دیگر حاضر نیست رهبری اعتراضات را به مسیح علی نژاد و امثال او نسبت دهد. برخلاف دوره‌های دیگر نه شعارهای شاهانه شنیده می‌شود و نه عکس کسی بالا می‌رود و نه منتظر حمایت کسی هستیم. این دختران و پسران جوان هستند که در کنار هم برای آزادی وطن می‌جنگند. ممنون، مرسی. سپاس از خانم یزدی هاشمی عزیز به خاطر سخنرانیتون. دوستان اگر کسی کامنت یا سوالی داره میتونه دستش رو بلند کنه. بله، خانم آیدار اسماعیلی عزیز مایک رو براشون آزاد کنید. عرض سلام خدمت تمامی دوستان و عزیزان. سپاس از خانم یزدی هاشمی بابت سخنرانی زیبایی که ارائه فرمودید. بله، کاملا درست گفتید که این نظریه هست که میگن
همه چیز از یعنی تمام درد مردم ایران حجاب. درسته که حجاب درد ماست، اما تمام درد ما نیست واقعا. و اینکه فرمودید که با گذاشتن قانون حجاب اجباری سعی کردن که نیمی از جامعه ایران رو نادیده بگیرن و با این چیزی که توی فرهنگ ما جا افتاده که زن جاش توی خونه است، زن باید کارهای خونه رو انجام بده و تمامی وظایف خونه بر عهده زنه و زنها رو محدود میکنن به یک فضای بسته و اجازه رشد و ترقی زنان رو نمیدن، این کاملا درسته و متاسفانه همچین چیزی هست و ادامه داره. اما زنان ایرانی به تمام جهان ثابت کردن که شجاع‌تر از اینی هستن که بخوان سر خودشون رو خم کنن و همیشه بگن چشم و بگن هر چیزی که حکم فرما داره حکم میکنه به اونا، اون چیزی که اونا میخوان، در صورتی این اون چیزی نیست که زنان سرزمین ما میخوان و با شجاعتشون تمام دنیا رو واقعا خیره کردن به سمت خودشون. من مایک رو رها میکنم. بله، من دیگه فکر میکنم خواهم اسماعیلی دیگه تموم شد. یعنی ما در انقلاب هستیم و دلم میخواد مثلا بگیم مثل تاریخ که داریم میخونیم این گونه بودن داشتن، مثلا فعلامون دیگه به این شکل از این به بعد امیدوارم توی سخنرانی هم و صحبت همون این طوری باشه و من خیلی امیدوارم که پیروز میشیم و در فردای ایران آزاد هم هیچ کدوم از این قوانین زن ستیزانه نخواهد بود. خانم شبنم رضاوند عزیز، اگر مایک رو براشون آزاد کنید میشنویمشون. خسته نباشید. خیلی ممنون خانم هاشمی. این روزها باید خیلی محکم صحبت کرد، نه؟ خیلی با محکم، همونطور که زنان ما تو خیابون با جسارت و محکم حرف میزنن، ما هم باید به این صورت صحبت کنیم. فقط من یه چیزی رو بگم خدمتون، این جنبش زنانی که شروع شد در واقع به خاطر از بین رفتن یه موقعیتی بود که نداشتیم، بنابراین شروع کردن به نارضایتی و این یه نظم اجتماعی، البته ظاهرا نظم اجتماعی وجود داشت ولی اون رو به چالش کشید. اول به خاطر اینکه یه اصلاح و یه تغییر بدن، یه دادخواهی بود از همون انقلاب 57، از رو مثلا رو همین حجاب در واقع اعتراض کردن، دادخواهی بود. اما رژیم اومد اسمشو گذاشت بی‌عفتی، هزار تا انگ زد به زنان ما و واکنش هایی نشون داد که اصلا مانع شد که نه تنها وضعیت زنان بهبود پیدا نکنه، بلکه قوانینی رو تصویب کرد که علیه زنان بود. حالا تو این وضعیت انقدر این روند که در طول دورهای سیاسی تاریخی ایران میخوام بگم حقوق زنان انقدر دچار چالش شد که یکیش حجاب هست، نمیخوام بگم، من میخوام بگم که تمام اتفاقات در طول هم نیستن، در عرض همن. یعنی چی؟ یعنی یک کدومش بر اون یکی اولویت نداره، همشون مهم هستند که یکیش حجابه و این بهانه ای شد برای این تغییرات. فقط من یه آماری بدم خدمتتون، در سال 2022 مجمع جهانی اقتصاد اومد یک آماری رو در آورد، بین 146 تا کشور بر اساس شاخص جهانی شکاف جنسیتی رو بررسی کرد. از بین 146 تا کشور ایران 143، و میدونید بعد از ما کدوم کشورها هستن؟ کنگو، افغانستان، پاکستان. یعنی ما فرستاده شدیم به غرب و این باعث شد که زنان دیگه چند تا دادخواهی بکنن، هزانت رو بخوان، طلاق رو بخوان، حق سفر رو بخوان، حق پاسپورت رو بخوان، حق طلاق رو بخوان، دیگه کدوم. حالا این دفعه حجاب باعث شد کلن جنبشی بشه که تبدیل بشه به انقلاب. ممنونم. سپاس خانم رضاوند عزیز. بله، ما انقلابمون با جنبش زنان و مطالبه گری در خصوص حجاب و با این قضیه شروع شد، ولی الان تمام قد مردان و زنان ایران میخوان از حکومت جمهوری اسلامی عبور کنن و ما دیگه الان بحثمون فقط حجاب نیست و اصلا نمیتونن این انقلاب و
اتفاقهایی که داره توی جامعهمون میفته رو تقلیلش بدن به یک حجاب و بگن که مثلا بیاید حالا حجاب رو میدیم یا این یا این یا این، نه این نیست. مردم عزمشون رو جزم کردن و عقبگرد هم نمی کنن و میخوان از این نظام دیکتاتوری عبور کنن، چون به اندازه کافی در 40 سال باهاشون مماشات کردن و بهشون فرصت دادن. دوستان اگر کسی موردی نداره که بریم خانم آیلار اسماعیلی سخنرانیشون رو با عنوان زن و عدالت اجتماعی بشنویم. من نمیبینم. آهان بله، خانم کوثر ولیزاده عزیز مایک رو برایشون آزاد کنید، میشنویمشون. بعد حالا اگه کسی سوالی نداشت میریم سراغ سخنران بعد. بله ممنون. مجدد مایک شده اختیار من قرار. خواستم به این اشاره کنم، جالب بود برای من که در کتاب تاریخی که من درس خوندم هیچ اشاره به این اتفاق سال 1357 که خانم ها اومدن اعتراض کردن وجود نداشت. و اصلا شاید خیلی از بچه‌هایی که همسن و سال من باشن شاید اطلاعی دقیق از این رخداد نداشته باشن، ولی خب من خیلی تحقیق کردم و چون که خیلی قصور در آموزش ما بود، من از اینترنت و خیلی از جای دیگه کمک گرفتم. یک شعاری بود که خیلی برای من معنی پیدا کرد و خیلی به نظر من آینده نگرانه بود. خانم هایی که اومدن اونجا در مقابل حزب الله نشستن چیز کردن، اعتراض کردن، یه شعار داشتن نوشته بودن نه یا روسری یا توسری، خیلی معنی داشت. یعنی که خانم که یکی که مثل خانم امینی اومد اعتراض کرد و باعث شد همین اعتراضش به سرش بزنن و به کما بره و بمیره، یا باید اون روسری رو به سرش نگه می‌داشت، اون ظلم و اون زور رو تحمل می‌کرد، یا باید فوت می‌کرد و به قتل می‌رسید. چه میشه کرد؟ ولی واقعا آینده نگرانه بود. در اون زمان قسمتی از زنان جامعه آگاه بودن و تمامی زنان جامعه آگاه نبودن، مثل الان تمامی قشرها آگاه نبودن، که با گرفتن این حق از زنها باعث میشه خیلی از حقهای دیگه هم ازشون گرفته بشه، مثل آزادی بیانشون. ممنون. ما شو در اختیارم بردن. سپاس خانم ولیزاده عزیز. ما هم نشنیده بودیم این، به قول خانم رضاوند گفته از پدرانمون شنیدیم، ما هم اینو از بزرگترامون یک کوچولو کوچولو شنیده بودیم و بعد مثل شما اومدیم توی اینترنت. و خب الان که باز به خاطر اطلاعاتی که تو اینترنت هست افراد خیلی راحت‌تر یا از طریق رسانه‌ها، سوشال مدیا یا تلویزیون‌هایی که هست میتونن ببینن. یه شعار دیگه هم که در اون زمان بوده و خیلی پیشرو بوده، من دوستش دارم، این بود که توی تابلوی که توی دست زن‌ها بوده، نه شرقی نه غربی، آزادی جهانی است. بر من فکر میکنم این شعارم اون موقع خیلی شعار مترقی بوده که اینا، این خانوم ها روی پلاکاردهایی که حالا اگه برید عکساشون رو سرچ کنید ببینید، این شعارم هست. من این شعار هم خودم خیلی دوست داشتم. خب دوستان اگر کسی سوال یا موردی نداره که خانم اسماعیلی عزیز رو بشنویم. من نمیبینم، پس مایک رو آزاد کنید خانم اسماعیلی عزیز، شما رو با موضوع عدالت اجتماعی زنان، زن و عدالت اجتماعی. با عرض سلام خدمت تمامی همکاران و همراهان گرامی، من هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم خدمت مردم عزیز و دلاور ایران و امیدوارم که به تمام خواستهاشون برسم. عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص منصفانه منابع در یک جامعه است. به این معنا قانون باید به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانه منابع و برابر فرصت‌ها را تضمین کند. سازمان ملل به منظور توجه به مسائل انسانی و اجتماعی، روزهایی از سال را به برخی از موضوعات اختصاص داده است، مانند روز 20 فوریه که روز عدالت اجتماعی است. هدف سازمان ملل برای نامیدن 20 فوریه به روز عدالت اجتماعی، رعایت حقوق برابر یعنی همه مردم اعلام شده است. نامگذاری روز جهانی عدالت اجتماعی با هدف حمایت از کشورهای جامعه بین المللی در جهت ریشه‌کنی فقر، اشتغال همه افراد،
کار شایسته، تساوی جنسیتی و دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت برای همه اعلام شده است. پنج بعد عدالت اجتماعی شامل موارد زیر می شود. جلوگیری از گسترش فقر و تلاش برای ریشه‌کن ساختن آن، افزایش شانس اجتماعی از طریق آموزش، افزایش شانس اجتماعی از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و تقسیم مناسب‌تر درآمدها، توجه به نقش ویژه زنان، ایجاد امنیت اجتماعی از طریق برقراری نسبت عادلانه میان سطح درآمد و هزینه‌های اجتماعی مانند بهداشت، درمان و غیره. زنان قربانیان اول تعدیل نیرو در کارگاه هستند. در زمان تعدیل و اخراج نیرو، کارفرما تمایل بیشتری به اخراج زنان دارد. شاید دلیلش این باشد که مشاغلی که زنان در آن شاغل هستند برای کارفرما چندان کلیدی نیستند. لذا اخراج آنها ضرر و زیانی برای کارفرما ندارد. کار و رنج بیشتر، دستمزد کمتر و موقعیت اجتماعی پایین‌تر. این وضعیت بسیاری از زنان کارگر در ایران است. اگرچه کارگران در ایران به طور کلی و فارغ از جنسیتشان وضعیت خوبی ندارند، اما وضعیت زنان کارگر به مراتب بدتر از مردان است. مطابق با گزارشی که دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار در بهار 99 منتشر کرده است، یکی از بزرگترین معضلات بازار کار ایران پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان است. که مطابق با این گزارش، این نرخ برای مردان با متوسط جهانی آن همخوانی ندارد، اما برای زنان تفاوت چشمگیری دارد و مطابق با پژوهش‌ها برای داشتن اقتصادی پویا و بازار کار پررونق باید بر روی رفع معضلات زنان در بازار کار متمرکز شد، در حالی که آنچه در این آمارهای رسمی دیده نمی شود، کمبود عدالت شغلی است. که زنان شاغل و جویای کار با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در فرهنگ لغات، امنیت به معنای ایمن شدن در امان و بدون بیم و هراس بودن است. در مجموع می‌توان مفهوم امنیت را به مصنوعیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع و به خطر نیفتادن این حقوق و آزادی‌ها و مصون بودن از تهدید و خطرهای اجتماعی و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد تعریف کرد. بحث امنیت در حوزه‌های مختلف بررسی می‌شود که یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها مقوله امنیت اجتماعی برای زنان است. خشونت علیه زنان در گذشته مصادیق و اشکال مختلفی از جمله زنده به گور کردن دختران، تجاوز، آزار جنسی، فروش زنان به های فیزیکی بوده است. کتککاری زنان و ضرب جهر آنها تقریبا در کشور ما ایران تبدیل به امری رایج شده است. پزشکی قانونی هر روزه محل مراجعه زنان زیادی است که با آسیب‌های جسمانی فراوان ناشی از خشونت خانگی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند. علاوه بر همه اینها، خشونت‌های روانی علیه زنان در زمره خشونت‌هایی است که به انحای مختلف و با مصادیق بسیار از سوی جامعه و خانواده به زنان روا داشته می‌شود. این خشونت‌ها در فراگیرترین حالت با محوریت زیر سوال بردن توانایی‌های زنان بر آنها اعمال می‌شود. و البته تا حدود زیادی هم در منزوی کردن زنان موفق در زنان موفق عمل کرده است. قشری که تحت خشونت‌های متعدد کلامی و غیر کلامی است از نظر اقتصادی محدودیت به او تحمیل می شود. مدام با تحقیر، ترس و تمسخر روبرو می شود و با رفتارهای آمرانه روبروست. خواه ناخواه از منظر کرامت انسانی آسیب می بیند و به بحرانهای روحی و روانی بسیاری دچار می شود. که جبران بسیاری از آنها عملاً امکان پذیر نیست. در مورد خشونت زنان علیه زنان، روی پنهان خشونت علیه زنان است که در مورد آن کمتر صحبت شده است. این نوع از خشونت گاه بسیار پر اهمیت تر از خشونت‌هایی است که مردان نسبت به زنان انجام می‌دهند. زنان نسبت به همجنس خودشان آگاهی عمیق‌تری دارند و از این نظر احتمالاً می توانند ضربه های عمیق‌تری را به آنها وارد کنند. تحقیر، مانع تراشی برای پیشرفت، طعنه و کنایه و نادیده گرفتن خشونت های مردان نمونه هایی از خشونت زنان علیه خودشان است. زنان خشونتگر نسبت به همجنس خود کسانی هستند که خودشان قربانی محیط مردسالارانه
و مناسبات قدرت مردانه بودند. رهبر جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از ترویج مفاهیمشون عدالت جنسیتی و برابری جنسیتی اعلام کرد که اندیشمندان غربی پشت این مفاهیم هستند. تحقیقات بانک جهانی درباره تساوی حقوق زن و مرد در 187 کشور نشان می‌دهد که تنها 6 کشور دنیا به صورت قانونی حقوقی برابر را برای زنان و مردان تضمین کردند. آلمان در رتبه 31 قرار گرفته و ایران در رتبه‌های آخر است. برابری جنسیتی و همچنین جنسی به باوری گفته می‌شود که هدفی جز حذف نابرابری‌های جنسیتی و مردسالاری در جامعه را ندارد. برابری جنسی بدان معناست که زن و مرد حقوق و وظایف یکسان دارند و همه از فرصت‌های مساوی در جامعه برخوردار هستند. همچنین برابری جنسیتی مربوط به عدالت و تقسیم مسئولیت هاست، هم در جامعه و هم در خانواده. اگر جنسیت مانع از آن شود که ما بتوانیم نقاط قوت و ضعف فرد را ببینیم، این امر می‌تواند به تبعیض و فرصت‌های محدود برای فرد منجر شود. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برابری جنسیتی را نخستین حق انسانی خوانده است. در نظام قانونی جمهوری اسلامی که قانون مجازات عمومی بخشی از آن است، انسان‌ها بر اساس جنس، مذهب، سن و هویت جنسی حقوق و وظایف متفاوتی دارند. اما نکته کلیدی در این نظام قانونی آن است که این قانون دقیقاً برخلاف اصل پذیرفته و امروزی عدم تبعیض قرار دارد، اصلی که پایه و زیربنای حقوق بشر است. اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد در مورد مسئول شناختن فرد است در مقابل جرمی که مرتکب می شود. مثلا در تبصره شماره 2 ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 آمده است، هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص شود، در صورتی که از 12 تا 15 سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات مقرر در بندهای ته و یا سه محکوم و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای الف تا په این ماده در مورد آنها اتخاذ می شود. و همچنین در ماده 147 همان قانون نیز در تعیین سن بلوغ مقرر می کند سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری است. اهمیت موضوع تبعیض جنسیتی آشکار در مواجهه با ماده 146 قانون مجازات اسلامی بیشتر روشن می شود که مقرر کرده افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران تبعیض‌های آشکاری در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد. در این قانون در ارتباط با شهادت زن هم دو نوع برخورد وجود دارد. مواردی اصولاً شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نمی شود و فقط شهادت مرد که در بعضی موارد 4 مرد عادل و در مواردی 2 مرد عادل لازم است، مؤثر در اثبات جرم است. در مواردی بر شهادت زنان نیز ترتیب اثر داده می شود، ولی اولاً باید حتماً منظم به شهادت مرد باشد و ثانیاً شهادت 2 زن معادل شهادت 1 مرد به حساب آمده است. طبق قانون مجازات اسلامی، جرائم لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نیست که زیلن به موارد مربوطه اشاره می شود. در حالی که امروز در سطح بین المللی تلاش گسترده‌ای برای برقراری تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینه‌ها صورت می گیرد و در اسناد بین المللی حقوق بشری به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و لغو یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامی ایران که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب شده و در حال حاضر اجرا می شود، تبعیض‌های جنسیتی آشکاری نسبت به زن و مرد وجود دارد که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نوادی قرار می گیرد. یکی از آن موارد قصاص است، به این معنی که اگر زنی عمدن مردی را به قتل برساند قصاص می شود. ولی اگر مردی زنی را عمدن به قتل برساند، در صورتی مرد قصاص می شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد. طبق نص سری ماده 382 قانون مجازات اسلامی،
هرگاه زن مسلمانی عمدن کشته شود، حق قصاص ثابت است. لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان پرداخت ما با تفاوت دیه آن لازم است. قتل فرزند توسط پدر طبق قانون مجازات اسلامی در ماده 301 که مقرر داشته قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجرا علیه نباشد. این ماده مطابق نظر فقیهایی تنظیم شده که مانعیت قصاص را منحصر به موردی می داند که قاتل پدر یا جد پدری مقتول باشد. در قانون مجازات اسلامی هرگاه مردی همسرش را در حال زنا با مردی مشاهده کرد در غیر موارد اجبار و اکراه اگر آنها را به قتل برساند قصاص و دیه‌ای بر او نیست. در نص سریع ماده 302 آمده است در صورتی که مجرا علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود. زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و استرار به شرحی که در قانون مقرر است متاسفانه می‌بینیم که در ذیل این موارد هم همچون موارد دیگر قانونگذار تبعیض جنسیتی آشکار علیه زنان اعمال کرده است. ارث از جمله حقوق مالی و اقتصادی به شمار می‌رود که در مواردی افراد پس از فوت اعضای خانواده یا بستگانشان از آن بهره مند می شود. متاسفانه در این باب هم قانونگذار تبعیض‌های آشکار جنسیتی علیه زنان را اعمال کرده است. ماده 907 قانون مدنی اعلام می کند ارث بردن دختر نصف پسر است. اگر متوفی ابوین نداشته و اولاد متعدد باشند، بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر ارث می برد. در ماده 1117 قانون مدنی آمده است شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. اگرچه این ماده برای زوجه حق اشتغال قائل شده اما در مواردی به زوجه حق داده از اشتغال زوجه در شریعتی جلوگیری کند. بر طبق ماده 1133 حق طلاق از همسر برای مرد است. و این ماده اعلام می کند که مرد می تواند با رعایت شریعت مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را به اجرا بگذارد. شناختن حق طلاق برای مردان یکی دیگر از تبعیض‌های آشکار جنسیتی دیگری است که قانونگذار بدون توجه به مبانی و موازین حقوق بشر و برابری انسان‌ها آن را اعمال کرده است. حضانت به معنی نگاهداری و تربیت کودک است. بر طبق نص سری قانون مدنی در ماده 1169 برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. چیزی که مسلم است تا زمانی که سیستم قانونگذاری ایران از دکترین فقهی و حقوقی خود فاصله نگیرد، نمی توان به دست آوردی در خور توجیه مبنی بر برابری جنسیتی نائل شد. چرا که ما معتقدیم تنها اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در جای منبع قانونگذاری به این مکانیزم ظرفیت می‌بخشد تا متناسب با روزگاری که مردم در آن به سر می‌برند، قانونگذاری بر پایه عرف میسر شود و در مسیر برابری جنسیتی گام برداریم. حقیقت امر این است که زنان ایرانی مجبور به ادامه راه سخت مبارزه خود هستند. در پایان باید امیدوار باشیم که ما در انجام وظایف خود برای تحقق حق برابر برای زنان با جدیت و قاطعیت عمل کنیم و زندگی بهتری را برای زنان در ایران فراهم سازیم تا بتوانیم جامعه‌ای عاری از تبعیض جنسیتی داشته باشیم. سپاس از اینکه سخنرانی من رو گوش دادید. سپاس از خانم آیدار اسماعیلی عزیز به خاطر سخنرانیتون و نکات بسیار ارزشمندی که گفتید. من خودم برام چند تا نکته جدید بود و ازتون آموختم. ممنونم به خاطر زحمتی که کشیده بودین. دوستان اگر کسی کامنت یا سوالی داره میتونه دستشو بلند کنه تا در خدمتشون باشه.
خب من نمیبینم کسی دستش بلند باشه، پس میریم برای بخش بعدی برنامه. ما به قسمت تبادل نظر و پرسش و پاسخ و بحث آزاد رسیدیم با عنوان عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی. خب ما اگر بخوایم در مورد توقیف غیرقانونی صحبت کنیم، حالا اگر من امیدوارم این موردی که دارم میگم اشتباه نباشه، ماده 9 اعلامیه حقوق جهانی بشر میگه که هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد. و همونطور که ما توی این بیانیه داریم میبینیم، طبق یک سری جزئیاتی که تو دو تا سند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در مجلس ایران در 17 اردیبهشت 1352 به اون ملحق شده و درج شده و در نظام حقوقی کشورمون هم اعتبار داره و توی بند اول ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی اومده، هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و هیچ کس را نمیتوان خودسرانه بدون مجوز دستگیر یا بازداشت و یا زندانی کرد. از هیچ کس نمیتوان سلب آزادی کرد مگر به جهاد و به طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون جامعه. خب ما در خصوص همچین موضوعی میخواییم صحبت کنیم. دوستان ازتون دعوت میکنم به مشارکت، گفتگو و دادن اطلاعات که بتونیم در ادامه حالا یک بحث خوبی داشته باشیم. خانم آیلار اسماعیلی عزیز، دستشون بلنده، مایک رو براشون آزاد کنید که موارد رو بگیم. نکته ای که بهش اشاره کردین، عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، یکی از نکاتی هست که ما در حال حاضر داریم توی کشورمون میبینیم که بدون برگزاری دادگاه صالحه ای که از نظر ما واقعا صالح هم نیست، اصلا بدون برگزاری هیچ گونه دادگاهی به خونه مردم حمله میشه، مردم دستگیر میشن به بهونه های مختلف و همگی تحت عنوان تبلیغ علیه نظام. و طبق گفته دولت مردان، مردم ایران مشکلی با دولت جمهوری اسلامی ایران ندارند و تنها مطالبه مردم در حال حاضر این هست که بتونن فرهنگ اروپایی رو توی ایران ترویج بدن و دولت ایران میخواد بر پایه فرهنگ اسلامی خودش باقی بمونه. اول نکته که باید بهش اشاره کنم اینه که ما داریم در مورد کشور ایران حرف میزنیم و کشور ایران از دیرباز دین واحدش واقعا دین اسلام نبوده و اینکه بیایم از فرهنگ ایرانی به جای فرهنگ اسلامی حرف بزنیم در ابتدا یه توهین به کل مردم کشور ایران. اینکه حالا هر فرهنگی با هر خوبیا و یا بدیایش متعلق به اون کشوره، اینکه ما بیایم مثلا کلا فرهنگ اون کشور رو نادیده بگیریم و بگیم فرهنگ اسلامی به جای فرهنگ ایرانی، در ابتدا داریم کلا اون کشور رو نادیده میگیریم. و اینکه مطالبه تمام مردم ایران در حال حاضر دستیابی به حقوق برابره توی همه زمینه ها، چه از لحاظ حقوق جنسیتی، چه از لحاظ حقوق اجتماعی، چه از لحاظ حقوق فرهنگی، چه از لحاظ حقوقهای مختلف دیگه‌ای که واقعا داره از تمام مردم ما ضایع میشه و مردم عزیز کشورمون در حال حاضر توی خیابونا هستن و بدون داشتن هیچ نوع سلاحی دارن مبارزه میکنن و کشته میشن. اگر که واقعا طبق اون چیزی که توی قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران اومده مردم میتونن اعتراض کنن، پس چرا مردم رو به خاطر اعتراض کردن میکشن، دستگیر میکنن و اینطوری وحشیانه واقعا به قتل میرسونند؟ مگر یک دختر 16 ساله به نام نیکا شاکرمی چه کار خاصی ممکنه، اصلا چه کار خاصی از دستش برمیاد که بخواد بر علیه کشور انجام بده که بخواد اینجوری به صورت فجیح واقعا به قتل برسوننش؟ یا یکی از گفته هایی که به نظر من واقعا خیلی قشنگ بود، به من دیدم این بود که
گفته بودن خانم مهسا امینی هنگامی که داشتن ایشون رو بازداشت میکردن، گفتن که لطفاً همچین کاری رو نکنین، من اینجا غریبم. و مردم کامنت گذاشته بودن که توی شهری که تو غریب بودی و تو رو به قصر رسوندن، الان تمامی مردم پشت توان و تو توی هیچ جای ایران غریب نیستی. واقعا اتفاقاتی که توی این روزها داره توی کشورمون میفته دردناکه و اسفباره به تمام معنا. با هیچ چیزی نمیشه توصیفش کرد. و من واقعا امیدوارم که انتهای این مبارزه به پیروزی ختم بشه و مردم ما بالاخره بتونن به اون چیزی که حقشونه برسن. از این همه ظلم و جور و جفایی که در طی سالیان زیادی بر مردم ایران وارد شده و نتونستن به اون حقی که باید و شاید برسن و نادیدشون گرفتن و واقعا محدودشون کردن، بتونن به اون آزادی دست پیدا کنن و به هر چیزی که رویاش رو دارن برسن. ممنون از این که مایکو در اختیار من قرار دادید. سپاس خانم اسماعیلی عزیز. من در ادامه همینطور که شما داشتین صحبت میکردین، ویدئویی که هممون امروز دیدیم از دانشجویی که در اهواز بود در خوابگاه، اونو میکشوندن روی زمین و حالا دوستانش هم التماس میکرد که کمک میخواست و حالا فیلمش اومده بود بیرون و اون صحنه که ما میبینیم، یعنی هر روز داریم یک صحنه هایی رو میبینیم و یک رفتارهای غیر انسانی میبینیم که هنوز تازگی داره برامون. یعنی واقعا جایی این همه ظلم اوریان و به این شکل فکر نمی کنم هیچ وقت اتفاق بیفته. یا در مورد فرهنگ که صحبت کردید، باز ما امروز 7 آبان بزرگداشت کوروش بود که خیابون و اون راه رو بسته بودن و اجازه نداده بودن که حالا به هر ترتیب مردم بخوان برن اونجا و جمع بشن یا بخوان جشن بگیرن یا بخوان حضور داشته باشن، که اینها اصلا مشخصه که حکومت با مردم در ستیزه، یعنی هیچ طوری نمیخواد از موازین خودش کوتاه بیاد و اصلا به جای اینکه بخواد مردم رو آروم کنه با یک صحبت‌هایی، با یه حرفایی بیشتر انگار جریحه‌دار می‌کنه روح مردم رو. مثلا همین که آره شما مثلا می‌خواید لخت بشید، شما به خاطر مثلا همچین چیزهایی دارید میاد بیرون که حالا شما گفتید اروپایی، و این خب باعث میشه که مردم هی خشمشون بیشتر بشه. و من فکر می‌کنم این بار دیگه بعید میدونم که این مردمی که ما در خیابان میبینیم و این قتل‌هایی که انجام دادن و این سناریو سازی‌هایی که کردن که از این طبقه افتاده، از اون طبقه افتاده، مشروب خورده یا بتونن مردم کوتاه بیان، یا توی سیستان و بلوچستان اتفاقاتی که دیدیم افتاد واقعا خیلی فجایع بدی بود که اون همه آدم رو کشتن و انقدر دست به جنایت زده که من بعید میدونم مردم دیگه کوتاه بیان. دوستان مشارکت کنید، من همینطور دارم حرف میزنم که ببینم دستتون بلنده و نظراتتون و صحبتاتون رو بشنوم. بله خانم ولیزاده رو اگر مایک برشون آزاد کنید من میشم که بشنویمشون. ممنونم، مایک رو مجدد در اختیار من قرار دادید. خواستم اینو بگم که در طول تمامی این سالها مردم ما خیلی صبوری کردن. هر سالی رو به امید سال آینده که وضعیت بهتر بشه سپری کردن و وضعیت بهتر نشد، بدتر شد و خیلی از محدودیت ها بیشتر شد و جوری شد که دیگه مردم ایران دیگه طاقتی براشون نموند که به تحمل کنن. به نظر من این یک مبارزه نیست، این یک دفاعه. ما هیچ وقت مردم ایران، من ندیدم به شخص مردمی پرخاشگر باشن و بخوان پرخاش بکنن و بخوان توی جامعه این حرکات رو انجام بدن. مردم ما آمدن بیرون و حقوق خودشون رو مطالبه میکنن. هیچ کار اشتباهی نکردن که جوابشون با توم و گلوله و
این چیزا باشه. به نظر من مردم ایران فقط دارن تحمل میکنن و دفاع میکنن از و مطالبه میکنن حقوق خودشون رو. در تمامی این سالها ما ناکارآمدی این حکومت رو در قسمت‌های مختلف جامعه دیدیم. اتفاقات که در جامعه رخ داد، از اتفاقات طبیعی که مثل زلزله پیش اومد که این کسایی که رو کار بودن و حکومت میکردن روی جمهوری اسلامی به چپاول و غارت و دزدی‌های خودشون، به فکر دزدی‌های خودشون بودن، از اتفاقات سقوط هواپیمای اوکراینی که واقعا داغ بزرگی رو دل تمامی مردم گذاشت. من در تمامی صحبت‌هام خیلی به این موارد اشاره کردم، چرا که به نظر خود من این تمامی این موارد خیلی رو روحی مردم تأثیر گذاشت و این باعث شد مردم به این آگاهی برسن که تو این حکومت اسلامی چه قتل‌هایی داره صورت میگیرن. وقتی که مردم ایران مشاهده کردن که هواپیما سقوط کرد و دوبار به اون شلیک شد و این حکومت دائما داشت رد میکرد و سر مردم رو شیره میمالید و گول میزد مردم رو و داشت تمامی حقیقتها رو پنهان میکرد، به مردم ایران ثابت شد که تمامی چیزهایی که در این حکومت وجود داره، تمامی اون وعده هایی که به مردم میدن که سال آینده بهتر خواهیم شد، ما داریم مقاومت میکنیم در مقابل چی و فلان و اینا، همش دروغه و فقط تنها چیزی که هست این هستش که دارن مردم رو گود میزنن و مردم، این مردم شریف ما هستن که تمامی این سختی ها رو تحمل میکنن. در تمامی این سالها مردم ایران سختی کشیدند و آخوندها آمدن روی کارها، گفتن دعا کنید. در زمان کرونا اومده بودن گفته بودن اصلا نیاز نیست که شما بیاین واکسن بزنید، خدا شما رو محافظت میکنه، بیاین دعا کنیم که از شر کرونا آزاد بشیم. جهالت محض، این دروغگویی محض که میخوان سر تمامی مردم رو با این دروغ‌هاشون گور بمانم. ممنون که ما رو در اختیار من قرار دیم. سپاس خانم بریزاده عزیز برای مشارکتتون. خانم شاه‌سوانی عزیز رو اگر مایک براشون آزاد کنید میشنم. سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران عزیزم، عرض تسلیت دارم برای که جانباختگان واقعا انقلاب اخیر در ایران. خب بحث آزاد ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، عدم توقیف، حبس و بازداشت غیرقانونی. خب از 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر واقعا حتی یک مادهش رو جمهوری اسلامی رعایت نکرده که ما توقع داشته باشیم حالا ماده 9 رو رعایت کنه. خبری که امروز خوندم، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از برگزاری نخستین جلسه دادگاه 6 تن از بازداشت شدگان خبر داد که 3 نفر از اینا رو حکمشون رو صادر کرده به عنوان محاربه و 2 نفرشون رو فساد فی‌الارض. خب ما میدونیم که یه همچین حکمهایی هم در ادامه اعدام رو در پی داره. متاسفانه به صورت غیر قانونی بازداشت میکنن، به صورت غیر قانونی حکم صادر میکنن، به صورت غیر قانونی اعدام میکنن، تمام کاراشون غیر قانونیه و هیچ سند و مدرکی ندارن. همینجوری برای خودشون مثلا محاربه، کدوم محاربه؟ خودشون برای خودشون قانون درست میکنن، حکم صادر میکنن. مثلا اگر بخوام بگم، خود رسانه قوه قضاییه اعلام کرده که تا کنون
در کرمان 25 پرونده، سمنان 89 پرونده، زنجان 119 پرونده، خوزستان 105 پرونده، قزوین 55 پرونده، کردستان 110 پرونده، تهران 315 پرونده و البرز 201 پرونده تشکیل شده که حتما خب همین مجازات های سنگین و همین کیفرخواسته و همین به قول معروف احکام رو صادر میکنن. من نمیدونم تا کی میخوان ادامه بدن به این روندشون، کی میخوان حداقل از یه جایی بفهمن که اشتباه کردن. متاسفانه خب با توجه به رفتارشون توی این 43 سال انتظاری هم نداریم که از قدرتی که دوست دارن همیشه داشته باشن چیزی کم کنن. فقط امیدوارم که هرچه زودتر اتفاقای خوب بیفته، چون هرچه زودتر ما شاهد اتفاقای خوب باشیم جوانای کمتری رو از دست خواهیم داد و بازداشت شدگانمون انقدر رنج نمی کشن توی زندان. به امید پیروزی هرچه زودتر مایکو می بندم. ممنون. سپاس خانم شاه سمنی عزیز به خاطر مشارکتتون و نکات بسیار ارزشمندی که گفتید، به خصوص آماری که و اخباری که در اختیار ما قرار دادیم. دوستان اگر مایک رو برای خانم رضابند آزاد کنید ممنون میشم. خیلی ممنون. من فقط میخواستم یکی دو تا نکته رو از صحبت‌های سرکار خانم اسماعیلی و خانم شاه سمنی عرض کنم. خانم اسماعیلی فرمودن که مگر مهسا یا نیکا چه کاری میتونست بکنه که رژیم یادش اینو کشتن. اتفاقا میخوام بگم قدرت خودتو کسی کم نگیر عزیزم. شماها انقدر قوی هستی که اون حاضر نیست صدای شما رو بشنوه و تو خیابون شما رو ببینه. انقدر قوی بود که همه رو کشید تو خیابون. اون این میدونست، شاید من و شما ندونستیم، ولی اون اینو خبر داشت و مانعش شد. پس قدر خودتو بدون، قدر قدرتتو بدون و بدون این شهامت، این قدرت در شما و امثال شما، نیکاها، تک تک شماها هست. بنابراین بی خود نیست، میترسه، اون اینو خبر داره. این یک مورد. البته میدونم منظورتون این نبود که چه کاری میخواست بکنه چیزی نداره. منظورم این بود که شاید تصور کردید مگر اون تو خیابون چه کاری میخواست بکنه، ولی همون صداش به عرش اعلی رسید. دوم، خانم شاه سبنی فرمودن رژیم کی میخواد بدونه که اشتباه داره میکنه. به نظرم اون میدونه، اون میدونه داره چه کار میکنه. به خاطر منافع خودش اصلا مهم نیست براش که اشتباه و غیر اشتباه، اصلا اهمیتی براش نداره. اون فقط میخواد بمونه، پایدار بمونه. یه جمله اینجا بهتون بگم، آقای بهادری جهرومی این جمله رو گفت، من میخوام بگم درست گفت ولی برعکسش. دشمن از قدرت جوانان ما میترسه، چون دشمنان از دولتی که حرفی برای گفتن و دفاع از عملکردش داشته باشه میترسه. من میخوام بگم بله، اما شما از جوانان ما میترسید به خاطر اینکه جوانی که حرف برای گفتن و دفاع از عملکردش داشته باشد، شما از او جوان هراسان هستید. به همین دلیل هست که جوانای ما رو اینطور پرپر میکنه. ممنونم. سپاس از خانم رضاوند که نکته نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید. خانم آیلار اسماعیلی مایک رو براشون آزاد کنید، میشنویمشون. منظور من در ابتدا اینو توضیح بدم در مورد اینکه گفتم مگه چه کاری انجام دادن، در ارتباط با اتهاماتی بود که به کسانی که دارن اعتراض میکنن میزنن و حتی مرگشون رو صحنه سازی میکنن و چیزهای دیگه ای میگن و افتراهایی که به جوانای ما میبندن. منظور من به این نکته بود، نه به این که واقعا کاری از دست جوانای ما بر نمیاد. اتفاقا این جوانان ما هستن که به دهه 80 معروف شدن، که من خودم هم یه دهه 80 ام که الان سردمدار مبارزات و انقلاب داخل ایران هستن و واقعا هیچ بیم و حراستی ندارن. در ارتباط با صحبت های خانم محمودی که در مورد جنگ روانی صحبت کردن، دولت جمهوری اسلامی در طول این 43 سال از تمامی ترفندهای جنگ روانی که میتونسته استفاده کرده،
و مردم واقعا آگاه شدن نسبت به تمامی این حربه های جمهوری اسلامی که این جنگای روانی که راه میندازن در چه مواردی هست. یه مدت گفتن که میخوان جنگ را بندازن، جنگ بشه با دولت های دیگه، مردم را از جنگ بترسونن. در ابتدا که همیشه تهدید میکنن که کشته میشید، شما رو میگیریم، به فکر خانواده هاتون باشین. در ابتدا کسانی رو که بازداشت میکنن به خانواده ها تهدید میکنن که ما میبینیم واقعا خانواده هاشون رو توی چه وضعیتی میذارن. شخصی رو که اعدام کردن، آقای نوید افکاری که واقعا بیگناه بود و توی اعتراضاتی که برای گران شدن بنزین انجام شده بود، ایشون رو اعدام کردن و واقعا هیچ نهادی هیچ کمکی نتونست در این رابطه بکنه و این جنایت هم به جنایت‌های جمهوری اسلامی اضافه شد. همچنان که هنوز که هنوزه واقعا خانواده آقای افکاری رو تحت فشار میذارن. حتی برای مراسم سالگرد فوتشون که میرن خواهر و برادرشون رو دستگیر میکنن. یا موارد دیگه ای که خانواده های بازداشت شده رو تهدید میکنن و ازشون اعتراف اجباری میگیرن که بگن فرزند ما اغتشاشگر بوده یا این خطای خود فرزند ما بوده که خودش رو در جلوی گلوله نیروهای نامحسوس گذاشته. و واقعا اتفاقاتی که داره میفته ما برای تصوره. این اخباری که از شبکه های خبر جمهوری اسلامی داره پخش میشه مبنی بر تجمعات اعتراضی ایرانیان در روز 22 اکتبر که ازش به عنوان تجمع آلمانیان به عنوان تحت عنوان گرون شدن بنزین در آلمان که عنوانش کردن و حتی روشون نشد یک تصویر رو پخش کنن که مردم ایران این پرچم‌های ایران رو که مردم برافراشتن ببینن و متوجه بشن که واقعا این چه نوع دروغیه و مردم ایران دیگه فریب اینا رو نمیخورن. بیشتر مردم ایران دسترسی به ماهواره دارن و خیلی از مردم حتی بستگان ما میگفتن که ما داریم به صورت زنده شما رو از تلویزیون میبینیم. حالا چه شبکه های بی بی سی، چه شبکه اینترنشنال، چه شبکه های دیگه. منظور من در کل اینه که از هر ترفندی که بخوان استفاده کنن استفاده کنن. مردم ایران واقعا دیگه تصمیم خودشون رو گرفتن و از راهی که پیش گرفتن بر نمیگردن و این در طول سالیان ثابت شده که مردم ایران ثابت قدمن و زمانی که تصمیمی رو میگیرن پای تصمیمشون وای میستن و انتهای این انقلاب هم قطعا پیروزی خواهد. مرسی از فرصت که در اختیار من. سپاس. من اینجا خودم هم یک نکته ای رو دوست دارم به نکاتی که شما گفتید اضافه کنم در تایید صحبت‌های شما. جمهوری اسلامی دقیقا هواپیما رو توی هوا زد و ما چند روز پیش اتفاقی که در شاه چراغ هم افتاد که حالا افرادی که مذهبی بودن و برای نماز خوندن رفته بودن اون صحنه رو هم دیدیم، ولی مردم به شدت آگاه شدن و میدونن که چه در خارج از کشور باشن چه در داخل ایران باشن و مثلا افرادی باشن که حالا اسلامی باشن، متدین باشن و در مثلا یک مسجدی باشن، در هر صورت جمهوری اسلامی اونها رو میکشه و الان جمهوری اسلامی داره بحران سازی میکنه برای خودش به جای اینکه بخواد یه مسئله رو حل کنه. مثلا مسئله سلف رو و کنار هم نشستن و دانشجوان در دانشگاه شریف رو به تبدیل به یک معضل بزرگ میکنه برای خودش و با اون لجاجتی که داره، با این دوگمیتی که توی خودش داره، داره نهی قدم برمیداره به سمت سرنگونی و نابودی خودش. و من هم دقیقا با شما موافق هستم که این مردم عقبگرد نمی کنن و جمهوری اسلامی هم هیچ راهی جز سرکوب نداره. یعنی فقط تنها چیزی که بلد سرکوب و تو الان هم نشون داده که توی اون هم موفق نبوده. خانم شاه‌صبانی عزیز دستشون بالاست، اگر مایک رو برشون آزاد کنید ایشون رو هم میشن. بله، در ادامه صحبت دوستان دقیقا یعنی این حکومت و دولت سر تا به پا دروغ رو
دیگه برای همه آشکار شده، همه رو میکشن، بعدش هم میگن که یا کنسرو ماهی آلوده از طارق مصرف برده بوده، یا پشت بوم خودش رو پرت کرده، یا سکته قلبی سکته مغزی بوده، یا از ترس بوده. خلاصه میخواستم اشاره کنم حالا به یکی از سخنرانامون، موضوع سخنرانیشون سقط جنین بود. خب همونطور که میدونیم کشور ما به خاطر اینکه میزان باروری خیلی کم شده به خاطر حالا مشکلات متفاوت توی جامعه، خب اومدن یه قانون حمایت از خانواده گذاشتن، چون که تا 20 سال آینده پیش بینی کردن که ایران جزء پیرترین کشورهای دنیا هست، یعنی در صدر جدول قرار خواهد گرفت. خب اومدن یه همچین قانونی رو گذاشتن که تعداد باربری ها بره بالا، سقط جنین رو قدغن کردن به خاطر اینکه جمعیت بره بالا. خب چقدر ما میتونیم ضد نقیض رو توی صحبت ها و رفتار اینا ببینیم؟ اگر شما اهمیت میدید به افزایش جمعیت و دوست دارید که جمعیت زیاد بشه، پس چرا اهمیت نمیدید به بچه هایی که الان هستن زندن تو ایران دارن زندگی میکنن، از کردستان گرفته تا سیستان بلوچستان تا نقطه به نقطه ایران، تمام این جوانایی که حالا به عناوین مختلف چه سالهای گذشته، سال 88 98 1400 اعتراض کردن، چرا با گلوله جواب اعتراض مردم رو دادید؟ چرا الان دارید همه رو میکشید؟ پس شما اصلا به فکر نه جمعیت هستید، نه به فکر ایرانی هستید، نه به فکر ایران هستید، فقط و فقط به فکر حکومت خودتون هستید. همینطوری که 43 سال نشون دادن که تنها یه چیز براشون مهمه، خودشون و ایدولوژیشون، نه ایران براشون مهم بوده نه ایرانی. و هر کدوم از این قوانینی که میذارن، حالا سقط جنین ممنوع یا هرچی، این هم علتش اینه که باز به طریقی میخوان مردم رو کنترل کنن، اختیاراتشون رو توی زندگی شخصی و حقوقی و اون چیزی که حقشونه ازشون سلب کنن و توی خصوصی ترین مسائل شخصی خانواده ها دخالت کنن، یه دیکتاتوری کامل. ممنونم، مایکو رها میکنم. سپاس از خانم شاهسوانی عزیز. دقیقا تمام نکاتی که گفتید به درستیه و من فکر میکنم ما تا چند روز میتونیم همین موضوع رو ادامه بدیم و در موردش صحبت کنیم و این جنایات جمهوری اسلامی اصلا تمومی نداره. یعنی هر چیزی که شما میگید هی مطمئنن توی ذهن ما یه چند مورد جدید یادآوری میشه. خانم بندزادی عزیز، اگر مایک رو براشون آزاد کنید میشنویم صحبتشون. ممنون از وقت دوباره که به من دادیم. خواستم اینو بهتون بگم که زمانی آگاه شدن مردم یعنی مردم به بیشتر آگاه شدن دست پیدا کردن، زمانی بود که از رسانه‌های ایرانی مثل تلویزیون ایرانی دیگه ناامید شده، یعنی فهمیده بودن اینا دارن دقیقا دروغ میگن. پس اومدن چی کار کردن؟ اومدن به بقیه رسانه هایی که فکر میکردن میتونن ازشون یک اطلاعات بگیرن که دقیق تر باشه، مردم اومدن جستجو کردن. من زمانی که مدرسه میرفتم یادم میاد که آگاهی افراد جامعه ما به طوری بود که خانوم هایی که به قول معروف الان میگن خانوم های بی سواد روستایی، می اومدن می شستن کنار همدیگه و سخن از حرفای سیاسی که نه از حقوق خودشون حرف می زدن. مثلا شنیدین که این حق مار ماست، از ما گرفتن فلان، اینا احساس ناراحتی میکردن و من اونجا متوجه شدم که داره جامعه ما واقعا تفکرش داره رشد میکنه و خیلی باعث خوشحالی بود. و به نظر من این حکومت ما جوانا رو نمیخواد، ما رو میکشه و
به ما سختی میده، کار میکنه ما فراری بشیم. این حکومت کسایی مثل آقای جنتی رو میخواد که در اون سن و سال همه بمونن و ما جوانا بریم. یه سوال برام پیش اومد، جدیدن توی اخبار مشاهده میکنیم که مأمورین حکومت به دختران جوان تجاوز میکنن. خیلی شوکه کننده است. این چیز واقعا خیلی شوکه کننده است برای من که مأموران حکومت، کسی که حکومت مثل پلیس که مردم جونشون رو در دستان اونا باید احساس امنیت بکنن، جونشون رو وقتی به دستشون میدن، بیان به دختران جامعه تجاوز کنن. نظرتون در مورد تجاوز ماموران حکومت به دختران جوان چیه؟ و به نظر شما این عملی که دارن انجام میدن چه چیزی پشت سرش هست؟ چه چیزی پشتش هست؟ میخوان چی کار کنن؟ ممنون. سپاس خانم ولی‌زاده عزیز. حالا خانم اسماعیلی نظرتون رو بگید و من هم باز در ادامه خودم یه مسئله توی ذهنم اون رو مطرح می‌کنم در پاسخ به سوال شما. خانم اسماعیلی شما رو می‌شنوم. در جواب سوال خانم ولی‌زاده فقط یه جمله میگم. طبق اون چیزی که روی بیلبورد نوشته بودن که پلیس حافظ جان مردم است، که مردم قسمت حافظش رو خط زده بودن و نوشته بودن پلیس قاتل مردم است. و واقعا در حال حاضر چه گشت نامحسوس، چه پلیس راهنمایی رانندگی، چه پلیس عادی، چه یگان ویژه، تمامی اینها واقعا بر علیه مردم هستند. به جای اینکه حافظ جان مردم باشن، قاتل مردم هستن. یک ویدیویی که من دیدم که مادر یکی از همین نیروهای ویژه که برای مقابله با مردم با اسلحه وایساده بود، مادرش اومد جلوشو گرفت و اون رو برد خونه و گفت من جلوی تو وای میستم و اجازه نمیدم که هموطنت رو بکشی. واقعا این شجاعت مادران ایرانی رو میرسونه که باز هم زنان ایرانی هستن که نمیذارن، واقعا نمیذارن جونهای بیگناه دیگه گرفته بشه. مطلبی که من میخواستم اضافه کنم، بیانیه وزارت اعتراض و سپاه بود که امروز صادر شده در ارتباط با خانم نیلوفر حامدی و الهه محمدی که اولین خبرنگاران زنی بودن که خبر کشته شدن مهسا امینی رو صادر کردن و تمام مردم ایران و جامعه جهانی رو آگاه کردن از این قتلی که صورت گرفته، که توسط این ارگان به عنوان عوامل بیگانه شناسایی شدن و توطئه‌گر خطاب شدن. یعنی دو خبرنگاری که وظیفه یک خبرنگار اطلاع رسانی هست و باید اتفاقات جامعه رو به گوش مردم برسونه، فقط به خاطر عنوان یک توطئه‌گر معرفی میشن و اصلا حتی معلوم نیست در چه شرایطی هستن. فقط خانواده هاشون از این موضوع آگاه شدن که در چه زندانی هستن و نمیدونن وضعیت جسمانیشون چطوره و در چه وضعیتی دارن به سر میبرن. واقعا این اتفاقاتی که داره در این چند مدت اخیر میفته انقدر تلخ و ناگوار و پشت سر هم هستن که مردم ایران رو به سطوح آورده. یعنی این خشم مردم ایران که شعله ور شده محاله به این راحتی خاموش بشه. مرسی از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. سپاس خانم آیلار اسماعیلی عزیز. و در خصوص صحبتی که شما در مورد تجاوز کردیم، ما تعرض رو توی همین روزها خیلی توی ویدیوهایی که داشتیم میدیدیم به وضوح دیدیم و این خیلی عجیب بود، چون که قبلا طبق اخباری که میرسید از توی زندان ها و توی بازداشتگاه ها اینها تعرض میکنن و تجاوز میکنن به زنان و حالا به کودکان. و من توی ارتباطاتی که خودم داشتم و موثق میدونم از فردی که میشناسمش توی ایران، یک پسر 18 ساله‌ای که دستگیر شده بود اونجا، یعنی نه تنها زنان
بر بچه هایی که کوچولو هستن و مثلا 18 سالش بوده، اونجا میگفت که به من گفتن که لباسات رو در بیار، حتی لباس زیرت رو در بیار، و هی به من میگفته مثلا بچرخی، من رو نگاه میکرده، هی بچرخی میومده از نزدیک من رد میشده، و یک ترس و حراسی مثلا برای اون بچه بوده که الان خیلی تحت فشاره. و خب اینا چیزاییه که الان هنوز ما خبرهاش اصلا فرصت نمیشه، انقدر که ما خبر تجاوز رو داریم و هم تجاوز میکنن بهش هم به قتل میرسونن، که بخوایم ریز به ریز به اینا بپردازیم، انقدر که هی خبر پشت خبر، کشتن پشت کشتن و جنایت پشت جنایت میاد، ما واقعا نمیرسیم که به یه سری مباحثی، یعنی جا میمونیم از بعضی از مباحث برای تحلیل کردن، برای تأمل کردن، برای حالا منتشر کردنش تو حد گسترده. ولی من میدونم که توی حکومت‌های فاشیستی کلن این یکی از حربه‌هاشون بوده، یعنی من یه جایی خوندم که خیلی وقتها از این مسئله تجاوز کردن یا تعرض کردن برای یه جوری برای مقابله کردن یا برای ترسوندن یا برای تنبیه کردن استفاده می کردن، بلکه اون افرادی که حالا معترض هستن، افرادی که مشکل دارن باهاشون رو به این شکل سرکوبشون بکنن، که ما این رو هم توی حکومت فاشیستی جمهوری اسلامی به وضوح داریم می بینیم متاسفانه. ولی اینجا برای خود من مسئله‌ای که پیش میاد، به خصوص ما الان میبینیم برای دانش آموزای زیادی رو به جای اینکه مثلا میگم ما به کانون اصلاح تربیت بردیم، ما خودمون میدونیم که کانون اصلاح تربیت اونها چطوریه، یا خیلی رو من شنیدم که بچه ها زیر 18 سال هستن ولی اونها توی زندان بودن، و اصلا آمار درستی از بازداشتی دانش آموزا نداریم، علاوه بر ترس هایی که بهشون وارد میشه، فشار هایی که بهشون وارد میشه، اضطراب هایی که این بچه ها دارن. نمیدونم، ما شاید مثلا در کانون دفاع از حقوق بشر این سوالی که حالا من میتونم مطرح کنم با بهش بپردازیم پیش خودم، چه مسئولیتی میتونیم داشته باشیم و ما چی کار میتونیم بکنیم، حالا با پرداختن به اخبار، تبدیل کردن اونها به یک سری آماری و در جامعه جهانی مثلا توجه جامعه جهانی رو بهش جلب کردن، یا نه مثلا موارد دیگه هم اگر به ذهن شما میرسه میتونید بهش اضافه کنید، که این رو هم برای خودمون داشته باشیم که از این بحثی که نتیجه گیری کرده باشیم و یک مسئولیتی هم برای خودمون تعریف کرده باشیم در قبال حالا همین بی‌قانونی که جمهوری اسلامی داره، ما به عنوان کسانی که قرار صدای مردم ایران باشیم و قدم موثره چیه که برداریم. خوشحال میشم اگه مشارکت کنید و به این سوال هم پاسخ بدین که بتونیم حالا اگر بچه ها صحبت دیگه ندارن برای اضافه کردن به این بحث به یک جمع‌بندی برسیم. تو من نمیبینم کسی دستش بلند باشه، یا آن الان میبینم خانم رضاوند عزیز رو، اگر باز کنید مایک رو براش میشنم. مرسی. خانم کوثر ولی‌زاده یه سوال فرمودن، میخوام بگم که عزیزم چند تا نکته است. اول اینکه وقتی تجاوز میشه میدونید سریع حکم اعدام داره، درست اعتبار مواد مدنی که ما داریم، قوانینی که داریم، اما این بسیجی ها، آتش به اختیار ها، سرانشون وقتی این کار رو انجام میدن هیچ اتفاقی نمیفته و دولت حمایت هم میکنه. اینها به این دلیل این کار رو میکنن، اول اینکه برای اینکه درس عبرت بشه برای بقیه یه حراسی بین خانواده ها، دختران اول و بعد خانواده هاشون، چون خیلی برای مردم ما تو فرهنگ ما حائز اهمیته، از نظر هر حالتش که فکر کنی این تجاوز تو فرهنگ ما خیلی وحشتناکه، تو نه که تو کشورهای غربی نباشه، تو کشور غربی هم هست، ولی اونها از نظر روانی که آسیبی که به اون دختر وارد میشه، اما ما فرای اون، برای ما اینکه حیثیتیه، اینجوری بهتون بگم خیلی حائز اهمیته، بنابراین اینو کردن همونطور که خانم محبوبی گفتن یک حربه که مردم رو بترسونن، چه خانواده ها که مانع بچه هاشون بشن، و دوم این که اینها میان این رو میگن انجام فرمان خدا، این کار کثیف خودشون رو، اینها رو چنان شستشوی مغزی دادن که شما با این کار این شخص رو کنترلش میکنی و نمیذاری به این نظام که نظام ولایت الهی هست صدمه بزنه. و سوم این که به خصوص الان
کنترل از دست دولت خارج شده. بنابراین داره چنگ میزنه به هر چیزی و به نوچه هاش میگه دست خودتون، آتش به اختیار. حالا این شخص چقدر وجدان داره، چقدر آدم از نظر روانی سالمیه، نهایت اکتفا کنه به یه باتون بزنه تو سر اون طرف رو، بزنتش، دستگیرش کنه، بکشتش، یا اینکه تجاوز کنه. بستگی داره به اون شخصیت و روان و وجدان و اخلاق اون شخص. میگه دست خودت، فقط منو از دست اینها نجات بده، هر کاری که میخوای بکن. اینها نشانه های ترس و درماندگی رژیمه. ولی خب آسیب‌هاش هم متوجه این عزیزای ما، گلای این کشور هم میشه. دلایلش اینها هستش عزیزم. ممنونم. سپاس خانم رضاوند عزیز. دوستان اگر کسی کامنتی داره یا موردی، خانم اسماعیلی عزیز لطفاً مایک رو آزاد کنید براشون که بشنویمشون. در راستای صحبت خانم رضاوند، دولت جمهوری اسلامی ایران کلاً یک دولتی هست که نگاه جنسیتی به جامعه ایران داره و در طی سالیان این بستر رو واقعا فراهم کرده که فضای جامعه ایران رو یک فضای جنسیتی کنه و این مفهوم رو به مردان غالب کرده که غیرت، ناموس، در صورتی که کلمه غیرت و ناموس به معنای محدود کردن زنان و نشوندن زنان دیگونه نیست یا دست درازی کردن به زنان یا ضرب و شتم زنان نیست وقتی که میخوان صحبت کنن و در مورد حق خودشون بگن. واقعا کاری که دولت جمهوری اسلامی ایران با فرهنگ ایرانی و جامعه ایرانی در طی این سالیان کرده انقدر مطالب و فجایع زیاد هستن که اصلا در وقت ما نمی گنجه که بخوان در موردش صحبت کنیم. اما این فضای جنسیتی که به وجود آوردن و این مسائلی که مطرح میکنن و واقعا یه جورایی دارن مردم، حالا اون قشری که با خودشون هستن که در مقابل مردم دارن وای میستن، دارن به این سمت و سو هدایتشون میدن که تفاوتی با طالبان، با نیروی داعش و نیروهای تروریست دیگه‌ای که توی جهان هستن نداشته باشن. اتفاقی که شما بهش اشاره کردین که توی شاشراق اتفاق افتاده، من چون خودم اصالتا شیرازی هستم و چندین بار رفتم، میدونم که اصلا فضای ورودی منطقه شاشراق جوریه که دور تا دورش از این کیوسک‌های پلیس هست و برای ورود حتی کوچکترین چیزهای عادی رو شما نمیتونید داخل اون منطقه ببرید. اینکه یک نفر میتونه از اون کنترل شدید امنیتی رد شه و بیاد مردم بیگناه که در بینشون یک کودک 3 ساله هم بوده بکشه، اینا همش به خاطر اینه که دوباره این رعب و وحشت رو به وجود ملت بندازن که بگن اگر که ساکت نباشین ما شما رو میکشیم. در حال حاضر تعداد زیادی از جمعیت مردم شیراز مریض شدن و یک ویروسی رو گرفتن که این ویروس برای تمام مردم یکسانه و یک منبع مطلع که در قسمت شرکت آب استان فارس بوده باش کرده که یک ویروسی رو در آب منتقل کردن که تمام مردم اون محدوده رو بتونن مریض کنن که مردم حتی نتونن از خونه هاشون بیان بیرون. یعنی اینقدر از شجاعت مردم ایران میترسن که دارن از هر ترفندی استفاده میکنن که بخوان مردم رو بترسونن، اما مردم ما واقعا بیدی نیستن که با این بادا بلرزن و به مبارزه خودشون ادامه میدن و هیچ چیزی نمیتونه اونا رو از مبارزه بازگردونه. مرسی از فرصتی که در اختیار من قرار داد. دقیقا خانم اسماعیلی، همین دیگه عقبگرد نمیکنیم ما و عبور میکنیم ازشون. خانم کوسر ولیزاده عزیز رو اگر مایکو براشون آزاد کنید میشنویم. خانم محمودی اگه اجازه بدین آقای سنگری صحبتشون کنن در آخر، اگه فرصتی بود من صحبت کنم. جناب سنجری عزیز مایک رو براشون آزاد کنید که بشنویمشون. عرض ادب احترام، شب همگی بخیر. صحبت‌های همکاران گرامی شنیدیم.
ولی در پیرو صحبت‌های همکاران و تایید صحبت‌هاشون خواستم چند کلمه در خدمتتون باشم و نظر خودم بگم. ببینید، رژیم و حکومت ایران یا جمهوری اسلامی 4 دهه از تمام ترفندهایی که تونسته برای تثبیت نظام و ولایت فقیه استفاده کنه و در واقع چون این حکومت بر پایه آپارتاید، به اصطلاح آپارتاید دینی بنا شده و تمامی روش‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی این رژیم و دولت‌های این حکومت موجب سلب آسایش، آزادی و هر گونه حقوق شهروندی در سطوح جامعه و مردم و به خصوص زنان ایران شد. این مردم سیاست‌های غلط و اشتباه و غیر کارشناسی و جاهلانه این حکومت دیگه خسته شدن و به نظر من آزمودن خطاست. ببینید، ستون‌های این رژیم و ولایت فقیه زنگ زد و انقریبه که در آینده نه چندان دور ما شاهد ایران آزاد باشیم. خیلی متشکرم که این میکروفون در اختیار من قرار دادید که من هم چند کلمه در خدمت همکاران باشم. سپاس جناب سنجری، دقیقا همینطوره. همین الانش هم ما آزادی رو داریم احساسش میکنیم، حسش میکنیم. من این روزها با خیلی از کسایی که توی ایران هستن و اینقدر آشفتگیه دارم صحبت میکنم، میگن ما ایران رو خیلی نسبت به قبل دوستش داریم، اصلا دوست نداریم مثلا مهاجرت کنیم یا بیایم بیرون. با اینکه هیچ چیزی تغییر نکرده، ولی یک احساسمون خیلی عوض شده. در صورتی که قبلا اگه باهاشون صحبت میکردیم گفتن مثلا کی بشه از دست خراب شده راحت بشیم. یعنی اینا یه کاری کرده بودن با ما که ما به خونمون، به وطنمون، به جایی که بهش تعلق داشتیم، این کلمه مطمئنا خیلی وقتا شاید شما هم شنیده باشین یا گفته باشین، حالا هر کسی، به خاطر فشارهای روانی که روی آدم‌ها بود از هر جنبه، فشار سیاسی بوده، فرهنگی بوده، اقتصادی بوده، هر چیزی اینا رو میگفته. ولی این روزا اصلا وطن و ایران یک حس و حال عجیبی داره. یا مثلا من خودم واقعا احساس میکنم که به زودی بر میگردم اونجا و مثلا توی خونه خودم، توی وطن خودم هستم. و این که ما حسش کردیم و ما تصورش کردیم و ما هممون داریم میگیم رد میشیم، پس دیگه اتفاق میفته و نزدیکه. خانم بریزاده عزیز، شما رو میشنویم. مایک رو برای خانم بریزاده آزاد کردیم چون من نمیشنوام صداشون. بله، ممنون از وقت مجدد. خانم محمودی عزیز، ما ایرانی ها خیلی تاریخ غنی داریم. اگه بخوایم به تاریخ اشاره کنم، ما در تاریخ ایران خیلی زن رو تقدیس و تقدس قرار می دادن. خیلی زنها در مقام ملکه در ایران ما در زمان گذشته خیلی جایگاه بالایی داشتن و میشه در تاریخ هم دید پادشاهان واقعا برای خانمهای خودشون ارزش قائل بودن. از زمان آمدن روی کار این جمهوری اسلامی و آوردن این فرهنگ عرب منشانه که همون عرب هایی بودند که نمیخوام توهین بکنم، ولی تو تاریخ بوده، زمان هایی بوده که من خوندم که عرب ها با پای بدون کفش و برهنه و از سوسمارها تغذیه میکردن، میخوردن و دختران خودشون رو به خاطر نمیدونم چه عقایدی میکشتن و به قصد میرسوندن. اومدن داخل کشور ما و تمام فرهنگ ایرانی ما رو کم کم داشتن از ما میگرفتن و در تمامی بخش ها سعی میکردن اون چیزهایی که در قاموس خودشون هست رو به ما بقبولانن.
چه در مدارس، چه در سطح شهر، به طوری شده بود که مردم زنان خودشون رو ناموس خود حساب می کردند و اگه خانوم ها تاری از موشون به بیرون می افتاد یه بیناموسی بهش می گفتن و تمام مردان سرزمین ایران رو با همین چیزها سرگرم کردن، به طوری که الان دیگه مردان جامعه آگاه هستن که غیرت چیزی به جز رعایت حجاب خانم هایشان است و غیرت اون چیزی نیست که جمهوری اسلامی بهشون نشون داد و الان میتونیم مشاهده کنیم که مردان جامعه در کنار ما خانم ها هستن. من خیلی از حرفایی از دوستان توی سخنرانی ها شنیدم. یکی از گفته هاشون این بود که جواب خشم، خون رو با خون نمیشورن و خشم رو با خشم جواب نمیدن. ما باید به صورت خیلی حساب شده و اون کسایی که تحلیلگر هستن که مثلا چطوری میشه این انقلاب رو به سرانجام رسوند، بیان تجزیه و تحلیل بکنن و جوانان جامعه ما رو به سمت پیروزی سوق بدن. ولی من نظرم چیز دیگه بود. اگر ما اومدیم و این عملکردها و این چیزهایی که تجزیه تحلیل کردن رو انجام دادیم و به سوی اشتباهی رفتیم و تمام جوانان ما رو به کشتن داد، اون وقت باید چه کار کرد؟ اگر این راهنمایی ها اشتباه باشه باید چه کرد؟ نظر شما رو میخوام بدونم. بدون آیا به نظر شما هم باید حساب شده چیز کرد؟ جوانان ما رو باشون بشینیم صحبت کنیم و بگیم خون رو با خون نمیشورند و خشم رو با خشم جواب نمیدن و شما باید فلان کنید، شما باید بیسان کنید. به نظرتون این کارها جواب میده تو این زمان، تو این مقطع؟ ممنونم. سپاس خانم بزرگ عزیز. من حالا تا دوستان دست بلند کنن نظر خودم رو بخوام بگم، جوانان ما که دستشون خالیه فقط میرن توی خیابون شعار میدن، حالا دیگه مثلا تایش یه شعار رادیکالی که توش خوش باشه میدن و خونی رو با کدوم خون رو میخوان با خون بشورن، اونان که میزنن و میکشن و این کارا رو انجام میدن. ولی من تجربه که خودم داشتم با چند نفر از بچه‌هایی که دانش آموز بودن صحبت کردم، اینا یه جوری ما نمیتونیم براشون تعیین تکلیف کنیم، یعنی یا نمیتونیم بهشون بگیم مثلا چی بگید چی نگید، چی کار کنید چی کار نکنید. و انقدر اینها انگار دلشون نازکه و انقدر اینا آسیب پذیرن که میگن رها میکنید، بذاریم کاری که میخوایم انجام بدیم و انجام بدیم. یا من با یکی از دانش آموزایی که 16 سالش بود صحبت میکردم، امروز میگفت خب من مثلا تهش چیه؟ تهش اینه که آدم میره میمیره ولی بقیه مثل ما نمیشن. من بر من خیلی جالب بود که مثلا بچه 16 ساله بخواد اینجوری بگه. مثلا ما پوستر پخش میکنیم، آره ما میریم تظاهرات میکنیم، ما این شعارها رو میدیم، ما نمیخوایم. و من حتی مثلا از یک کلمه که استفاده کردم گفتم مثلا شاید شما هیجان دارید و خود هیجان اصلا اینقدر ناراحت شد که مثلا چرا داری اعتراض من رو به هیجان و هیجان خالی کردن تقلیل میدی، اصلا تو حرفی رو داری میزنی که جمهوری اسلامی داره به من میزنه. و این تجربه بود که خود من داشتم. و اینها یعنی دانش آموزان رو میخوام بگم، دانش آموزانی که ما بیشتر میگیم باهاشون گفتگو کنیم، پذیرششون خیلی پایینه و استدلال های خودشون رو دارن، منطق خودشون رو دارن. و میبینی که توی مدرسه هم خیلی فشار میارن مدیر مدرسه، بالاخره توی خیابون، ولی انگار که اینها تصمیمشون رو گرفتن. این کسایی که دارن اعتراض میکنن میخوان به اعتراضاتشون ادامه بدن و اصلا هم ربطی نداره به این که بگیم از کسی خط میگیرن، انگار این اتفاق درون خودشون تو ذهن خودشون تو مغز خودشون افتاده و میخوان برن تموم شه. و انگار دنبال میگفتن ما دنبال یه زندگی، ما دنبال رهایی هستیم، دنبال آزادیم، دیگه خسته شدیم، ما نمیخوایم اینا رو.
این تجربه بود که من حالا خودم دیدم، ولی باز دوستان میتونن اگه مواردی هست اضافه کنم بهش. خانم رضاوند عزیز، مایک رو برشون آزاد کنید که بشنویمش. من فکر کنم چیزی که از خانم ولیزاده متوجه شدم منظورشون اینه که حالا که اینها این همه عزیزای ما رو این صورت پرپر میکنن، ما در مقابل باید چه کنیم؟ ما هم انتقام بگیریم و بکشیم؟ منظورتون اینه که بعضی هم میگن این کار رو نکنیم؟ من اینجوری متوجه شدم. اگر منظورتون اینه زمانی که در دفاع شخص اسلحه گرفته، باباتون گرفته، خب ملت ریختن تو خیابون، نظر منه ها، نه اینکه بخوام به کسی خط مش بدم، بگم که خب شخص داره دفاع میکنه، حالا اون وسط اتفاقی هم اون وسط بیه، کار آدم دست کنترل نیست، این جمعیتی که حمله میکنن یک دختر از دست این بسیجی ها نجات بده، چه بساتون کتککاری اتفاقی هم بیافته. اما بعد از اینکه میگیرنش بگم خب حالا بیام بکشیمش، اون رو میگم من خودم شخصا موافق نیستم، میگم اینا باید همه محاکمه بشن، تک تکشون باید محاکمه بشن، کارهایی که کردن باید رو بشه. چه واسه اون زمان یادمه 57 روی خبرهایی که میخوندیم، مثلا رفتن آشپز شاهو گرفتن تیکه تیکش کردن، خب چیکار کرده بود؟ آشپز بود دیگه، نه؟ یا مثلا حیاتشو گرفتن، یا هر کسی یه وابستگی داشت دونه دونه. اون اوج کاری بود که اون زمان کردن و خشونت و جنایتی بود که کردن. این خشم ما، عصبانیت ما منجر نشه که ما این کارو کنیم. من میگم توی این شلوغی ها نه، کاری ندارم، توی شلوغی‌ها اونها اسلحه دارن، وسیله جنگی دارن، حمله میکنن، ناگهان هم ملت حمله میکنن، ممکنه توی وسط داره دفاع میکنه، فرق میکنه. اما زمانی که گرفته شد من میگم باید اینا محاکمه بشن، سریع هم نیایم محاکمه 3 دقیقه‌ای که همونطور که هویدار این کارو کردن، همونطور که وزیر، اولین زن وزیر آموزش پرورش ما یک زن فرهیخته‌ای بود، به چه جرمی اومدن اعدامش کردن، اینطوری دیگه نباشه. باید هر کس مطابق در واقع جرمی که مرتکب شده محاکمه عادلانه بشه و به نسل آیندهمون یاد بدیم اون رو ما قبول نداشتیم. حتی با این مجرم ها ما میگیریم و محاکمه، دونه دونه شون باید پای میز محاکمه بیان، با توجه به جرمی که مرتکب شدن باید مجازاتشون رو بکشن. این نظر من. سپاس خانم رضاوند عزیز، دقیقا همینطوره، باید در دادگاهی عادل بر پایه قانون بر اساس جرم هایی که انجام دادن مجازات بشن. من باز اگر دوستان کسی مورد داره که میشنویم، من نمیبینم کسی دستش بلند باشه، اگه کسی دستش تا چند ثانیه دیگه بلند نکنه ما ختم جلسه رو اعلام میکنیم. خب امروز 29 اکتبر سال 2022 ما در کمیته زنان جلسه ماهانمون رو برگزار کردیم. دوستان عزیزمون سخنرانی و پرسش و پاسخ با ما همراه بودن. مهرنوش ایمانی چگینی، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در مهر ماه 1401 رو ارائه کردن. خانم کوثر ولیزاده، بررسی کنوانسیون حقوق سیاسی زنان و مقایسه اونو با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه کردند. خانم فریده فرائی، سقط جنین در ایران رو ارائه کردند. خانم زهرا هاشمی یزدی، حجاب اجباری در نقض حقوق زنان، بخشون خانم یزدی هاشمی، زهرا یزدی هاشمی و خانم آیلار اسماعیلی، زن و عدالت اجتماعی موضوع پرسش و پاسخ ما، عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی بود که دوستان در این مبحث مشارکت کردن. من تشکر میکنم از تک تک همکارم که در این بحث با ما مشارکت کردن و ما همکاران دیگه که در این بخش در کنار ما بودن، مسئول جلسه من شرار محمودی، منشی جلسه خانم سپیده عشقی، ضبط صدا و تدوین سعید پورمند و لیلا رمضان، ادمین ها فرشیده پور آذران و کوثر ولیزاده بودند. از تک تک همکاران عزیزم مجدد تشکر میکنم، از دوستانی که از طریق لایو یوتیوب داشتن ما رو میدیدن هم تشکر میکنم. با آرزوی ایرانی آباد و آزاد و امیدوارم در ماه آینده که اینجا با هم دیگه در کنار هم دیگه
هستیم، خبرهای بهتری، صحبتهای بهتری و اتفاقای خیلی خوبی افتاده باشه. من برای اون روز انرژی و امید میفرستم و از شما هم میخوام که همین طور باشید و اینکه خسته نباشید میگم به تک تک هم